بینندگان عزیز سلام به شما. امروز دوشنبه 20 نوامبر سال 2017 میلادی است و برابر است با 29 آبان ماه 1396. تا همین یکی دو دقیقه پیش داشتم با این آقای گلن ترشیزی کلکل میکردم که ما تفاوت ژورنالیست، خبرنگار، ریپورتر، تیوی هوست، به اصطلاح انکر، اینا رو بلد نیستیم. یه چیزای جدیدی هست، بدون این که بلد باشیم ازش استفاده میکنیم. یه نفر $10 داده، یه کاغذی رو که سازمان مجاهدین نامه ای رو داده بیرون، ما بزنیم رو فیسبوک. آقای ترشیزی میگه این قلابیه. میگم خب با سازمان تماس بگیر که به من بگن قلابیه. میگه نه، شما تماس بگی. میگم آقا سازمان مجاهدین 10 بار من تا حالا براشون ایمیل فرستادم. سازمانی که خودشو میکنه فرقه، میکنه سکت، اولین نشونه هاش همینه که جوابگو نیست. میگه من به خدا جواب میدم. در هر صورت حالا ما برنامه رو با سازمان شروع نکنیم، با سازمانم تموم کنیم. اجازه بدید که من برم روی صفحه به اصطلاح شخصی خودم توی فیسبوک و این ویدیو برنامه زنده رو با دوستانی هم که ما را از مردم تیوی احیانا تماشا میکنن شیر کنم. اجازه بدین که شیر on the page you manage. بله اینجا هم دیگه نمی نیستیم سوربی و 60 دقیقه و اینها، می نیستیم سوربی با مردم. امروز براتون خیلی خبر دارم، خیلی مقاله دارم. باز سعی میکنم نوشته ها و مقاله ها و ویدیوهایی که باقی مونده از برنامه های قبل بگم، با این امید که کمی سرمون خلوت بشه. اینقدر دعا کردیم سرمون خلوت بشه، حقیقتا سرمون خلوت شد، نه که میزمون تر تمیز بشه. خب امروز ساعت 3 بعد از ظهر 29 قسمت عقل بشر رو، برنامه عقل بشر رو که دوستمون زحمت میکشه از خلیج فارس تهیه میکنه و ارسال میکنه، برای شما پخش میکنه و شما هم میتونید با نوشتن نظرات خودتون، با مطرح کردن پرسشای خودتون از ایشون به اصطلاح سوالتون رو بپرسید و نظراتتون رو با ایشون در میون بذارین. چون فعلا ایشون نمیخواد که به اصطلاح اسم و فامیل و اینها رو بگه، شما میتونید از طریق ایمیل مردم تیوی، تلفن مردم تیوی، فیسبوک مردم تیوی، اسکایپ مردم تیوی والا تماس بگیرید. دیگه من نمیدونم چه باید کرد. و اما زلزله ایران و کمک های من و شما هنوز بالاترین و بزرگترین خبر در ایران است. امیدوارم شما هم مثل دوستان دیگه فقط دنبال این نگشته باشید که فلانی چون دزدی میکنه من کمک نمیکنم. امیدوارم بگردید، کسی رو پیدا کنید که بهش اطمینان دارید و کمک کنید. و الی آخر ایام، اینجا ایام تعطیلات هست، در هر مغازه‌ای که میری شروع کردن اون زنگ‌های سالویشن رو به صدا درآوردن. و این کلمه سالویشن رو ما به ایرانی چی بگیم؟ دوباره زنده کردن، به دست آوردن، جمع و جور کردن، چی میشه؟ در هر صورت شما هم اگه میتونید کمک کنید. ممنونم که دوستان عزیز میان روی فیسبوک. اگر به اصطلاح ویدیوی ما رو با دوستانشون شیر کنن بیشتر تشکر میکنم. یادم چند سال پیش یه نفر گفت آقای سوربی من شما تو برنامه گفتی فلانی میاد، از دیروز تا امروز باورم نمیشه این همه آدم به من زنگ زدن گفتن که میخوای بری برنامه سوربی، نرو آقا این مأمور جمهوری اسلامیه. گفت بهشون گفتم ببین من به این دلیل میرم که شماها همتون دارین تماشا میکنید و من میخوام از اونجا با شما صحبت کنم. در صورت این جواب دوستانی که فکر میکنن فقط تو تلویزیونایی باید برن که بهشون بهبه و چهچه میگن. ساعت 2:30 سعی میکنم با آقای چمنارا تماس کوتاهی داشته باشم تا چیزی رو که یکی از دوستان گفته با ایشون در میون بذارم. یه نفر تماس گرفت گفت آقای چمنارا که اونجا برنامه میذاره، برنامه جاهای دیگه هم که میذاره، اونجا به اصطلاح پول میده برنامه‌اش پخش کنه. بهش گفتم خب که چی؟
گفت آخه شما میاد ازش ایراد میگیرید. گفتم خب نظرمو دارم میگم. من که گفتم اولا آقای چمنارا 10 دلار 20 دلار 100 دلار 30 دلار هر چی که میده نرخی میده که بابتش داریم کار انجام میدیم و خود ایشون بارها گفته اگر 20 دلار به اصطلاح پرداخت کرده ما قد 100 دلار بهش سرویس دادیم. نمونهش همین ویدیویی که تا امروز براتون پخش کردم، دو تا ویدیو از ایشون که مصاحبه با رادیو یا تلویزیون نگام بوده یا یه برنامهش خودشون درست کردن، اینو من قرار بوده یک بار پخش کنم، یک بار، یعنی 20 دلار یک، ولی براشون چند روز پخش کردم، روی بالاترین گذاشتم، روی فیسبوک گذاشتم، روی توییتر گذاشتم. دلیلش اینه که اون قسمت ها رو اینجا بهش میگن فریبی. من نمیدونم اگه فریبی بگیم که انگلیسیه، بونس بگیم که باز انگلیسی و خارجیه، چی باید بگیم به ایرانی وقتی یه چیزی رو پاداش؟ ها میگفتن پاداش آخر سال، بونس مثل که میشد پاداش. در صورت این پاداشیه که ما به قول معروف به شکرانه این که اونها به ما اعتماد میکنن. اینجا شما میری یه مغازه، این ساسان، حالا اسمی ببریم از ساسان، چون از اونجا خرید میکنی تا میری یه چای یه شیرینی بهت میده. خب اگه شما نری اونجا خرید کنی که این چای و شیرینی نمیاره سر دم اداره بهت بده. این بهش میگن، اینجا بهش میگن خیابونای دو طرفه. یادتونه سوسن بیچاره میخوند آخه عشق یکسره مایه دردسره؟ یه دوستی از کانادا پیام گذاشته و به اصطلاح این رو براتون پخش میکنم. خیلی ممنونم. من گاهی وقتا یه مشکلی دارم، احمد شاملو اینو گفته بود که اگر نگم، اگر بگم زبانم میسوزه و اگر نگم تا مغز استخوانم میسوزه. من اگر حقیقت رو بگم دوستان هرچی هم میگن ما ناراحت نمیشیم، یا دروغ میگن یا متوجه نمیشن، ناراحت میشن. اگه حقیقت رو نگم خودم از خودم ناراحت میشم که چرا حقیقت رو نگفتم. این رو هم براتون میذارم موقعی که پیام این دوست رو پخش کنه. ولی باز در رابطه با آقای چمنارا من همیشه گفتم توی تلویزیون مردم شما میتونید برنامه داشته باشی، من هم اینجا به عنوان یک بیننده میتونم نظرات خودم رو بگم، انتقاد کنم. و بهتون گفتم سالها پیش یکی از دلایلی که تلویزیون رنگارنگ یه دفعه به اصطلاح شکوفا شد و گل کرد این بود که مجریای برنامه ها از همدیگه انتقاد میکردن، دیگه نمیذاشتی بری یه تلویزیون دیگه ببینی درباره این چی میگه. تو همین تلویزیون درباره همین مجری صحبت میشد که بعد متاسفانه اونا هم تحمل نیاوردن، نه آقا اگه این میخواد راجع به ما صحبت کنه ما نمیام، نه آقا تو اگه راجع به اون میخوای صحبت کنی. و میبینید که تلویزیون های ایرانی چقدر بد شدن، چون شما یکیشو میگیری شما میگی این که شاه اللهیه، اون یکی که میگیری میگی که این کمونیستای چپن، نمیدونم اون چپای چپلوان، اون چلاغای فلانن، اون مجاهدینه، و همه شدن سخنگوی یک ارگان. هیچ اشکالی نداره، تنها اشکالش اینه که ارگانی وجود نداره. همین نامه رو بذارید من نشون بهتون بدم، نوشته طرف سازمان مجاهد که رهبر نداره، نامه هاش هم امضا نداره. حالا میخواستیم با این شروع نکنیم ولی بذارید براتون با این شروع کنیم و بخونیم ببینیم چی نوشته. این اشکال سازمان مجاهدین، متاسفانه افرادی مثل آقای غلام ترشیزی اگر به این سازمان میگفتن آقا یکی که رفته ولش کنید، دست از سرش بردارید، حتی یه نامه بنویسید ازش تشکر کنید، بابا از آمریکایی‌ها یاد بگیرید. ببینید سازمان مجاهدین را بهتر بشناسیم، رهبر سازمان مرحوم، نامه‌های سازمان بدون نام و نشان و مقام، آیا به چنین سازمانی میتوان امیدی داشت؟ حالا ببینید سازمان مجاهدین چی نوشته برای یکی از اینایی که ازشون جدا شدن. چقدر ناشیانه، چقدر به اصطلاح نمیشه بگی کم تجربه، 50 سال دارن این اشتباه رو تکرار میکنن. ببینید چی نوشته. انقلاب، نه ببخشید، اعلامیه اتمام حجت و هشدار امنیتی در برابر توطئه وزارت اطلاعات رژیم آخوندی. یعنی چی دوستان؟ اتمام حجت تقریبا با تهدید یکی میشه، نه؟ اتمام حجت، این خط، این نشون، و هشدار، هشدار با وارنینگ، با هشدار بالاخره یه چیز دیگه است. 26 شهریور 1396، یعنی مال چند ماه پیشه، چون الان آبان هست، مهر آبان، دو ماه گذشته،
در پی اقدام خائنانه بهمن اعظمی، آقای توشیزیاتی، آقای اعظمی هم اینجا داشتیم، خدا بیامرزد، من اعتراض کردم آقا این یعنی چی؟ شعر می‌نویسه میاره در رابطه با بی رابطه در هر به اصطلاح صحبتی این میاد شعراشو میخونه و این به نظر میاد که فقط دنبال گوینده و به اصطلاح شنونده و مخاطب مجانی میگرده. بله، نوشتن که در پی اقدام خائنانه بهمن اعظمی که با سناریوی مردن مادر در تایوان در ارتباط با خواهرش در ایران تحت اشراف اطلاعات آخوندها صورت گرفته است، این یه جمله است، به سعدالله سیفی به خاطر خیشاوندی و ارتباطات با بهمن اعظمی و مزدور عادل اعظمی به مأموریت در تیف در اشرف اتمام حجت می شود. در صورت هر گونه ارتباط با مزدوران و زیر پا گذاشتن سوگند مجاهدت پس از رسیدن به محل امن در خارجه و در صورت هر گونه شکاف در تعهد مبارزه و کارزار سرنگونی درخواست عضویت نام برده مردود است. خب کسی که جدا میشه یعنی دوستان به خدا اینا مثل بچه های کلاس چهارم انشا می نوشتیم، بعد بعضی وقتا یه چیزایی رو یه جمله هایی رو از جای کتاب چیزی کش می رفتیم ولی بلد نبودیم معنیش چیه. خودم براتون بگم، از این آقای صادق وجدانی یه انشا کش رفته بودم برای روز مادر، بعد آقای شاپور مهدیزاده اون موقع معلم انشا و ادبیات بود، هنوز ناظم نشده بود، بعدی من خودم فکر کنم مادرش فوت شده بود، ما هم حالا روز مادر همه چی میگردن، این آقای صادق وجدانی با وجودی که مادرش هم فوت نشده بود ولی یک انشای جانگدازی نوشته بود، بعد من رفته بودم اینو کش رفته بودم ازش و نوشتم که همه بچه ها با خوشحالی از سرکول هم دیگر بالا می رفتن ولی من بیچاره همینطور مات و مبهوت فلان، خوندم که یعنی مادرش مرده و رفته قبرستون و اونجا بیهوش شد و اینها. بعد آقای مهدیار شروع کرد به اشک ریختن، بعد مرا تشویق کرد، من احمق، حالا نه احمقم نیستم، این نشون میده که اتفاقا من چقدر صادقم، وقتی تشویق کرد و گفت خیلی عالی و اینها، بعد بهش گفتم آقا این مات و مبهود یعنی چی؟ انشایی که خودم نوشتم با آقای مهدیار گفتم که مات و مبهود یعنی چی؟ بعد خندید، برام توضیح داد، چون خودش هم فهمیده بود که انشا مال من نیست. حالا این ماجرای دوستان نوشتن اینها رو نگاه کنید، میگه هر کسی از ما جدا شد بعد رفت با اونها عضویتش رو ما قطع میکنیم. حالا این عضویتش قطع میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینا یا حقوق میدن یا یک مزایایی داره مزایا رو قطع میکنن، یا اینکه اینا هم مثل من انشای صادق جبرانی خدایا نه وجدانی، صادق وجدانی جبرانی که اینجا دوستمون تو کالیفرنیاست. بله، آقای گلن ترشیزی هم اومدن، حالا که اومدن باز این نامه رو بخونیم، یه روزم از گلن دعوت میکنم تا بیاد بگه که آقا شما که تو آمریکا هستید هیچ جا دیدید که یک لدرهد، یک نامه‌ای از یک اداره بیاد بعد زیرش فقط بنویسه مهر و امضا ولی ننویسه که مثلا حسن علی مثلا رئیس تدارکات، حسین علی رئیس مثلا بله، خلاصه میگه که عضویت نامبرده مردود است. گزینه اول اخراج و ترک مقر مجاهدین در صورت تبانی و هر گونه ارتباطات آلوده. گزینه دوم تأکید بر مرز سرخ امنیتی و سیاسی در برابر مزدوران و تأکید بر صداقت و درخواست عضویت و سوگند مجاهدت. ابلاغیه‌های پیشین و تعهدات ذمیمه است. دوستان بخندید، واقعا گریه کنید، میدونید واقعا نمیدونم، این ببینید این یه سازمان سیاسی 50 سال است. حالا آقای گلن ترشیزی اگه شما فکر میکنید این قلابیه، شما یه تماسی بگید این آقای جعفرزاده از چیه، خیابون 16، این باید زودتر میمد خیابون 14 کار میکرد، خیابون 16 داره کار میکنه، ازش بپرس آقا این مال شما، بفرست برای سازمان، به من که جواب نمیدن، در صورت من وظیفم این نیست. بعد میگی که آقا شما ژورنالیستی، گفتم صبر کن، تو شیراز میگفتن هندونه زیر بغل من نزن، شما اگه برنامه منو دنبال کنی 100 بار گفتم من نه ژورنالیستم
نه خبرنگارم. ژورنالیست کسیه که میره یه چیزی رو تحقیق میکنه، یه چیزی رو گندش رو میاره بیرون به مردم نشون میده. خبرنگار اینه که میکروفون و دوربین برمیداره میره کانون، میگه امروز آقای حسن علی اومد 90 تا آدم عقب افتاده گله میخوام اذیت کنم 90 تا آدم پیروپاتال اومدن اونجا نشستن و رفتن. این خبرنگار، اون ژورنالیست. حالا یکی داریم انکر، یکی داریم تی وی هست، یکی داریم برنامه گذاره و به اصطلاح تهیه کننده. تهیه کننده اونه که میاد اینقدر کاغذ جمع میکنه، تحسن یاران احمدی، خدا شامیهن چطور شد، خدا قرآن خمینی، شهردار کاراکاس ونزوئلا فرار کرد، حصر خانگی به کولومبیا، چارلز منسون در پنجاه. این میشه تهیه کننده. حالا اگه من یک مجری داشته باشم، اینو میدم به اون مجری، اون تی وی هست یا اون انکر یا اون گوینده، اینا رو میخونه، بعد می‌نویسه تهیه کننده سربی، مجری برنامه آقای گلن ترشیزی. ما چون اینجا همه کارا رو، بله آقای ترشیزی، اون چیزی که نوشتم سال 2003 ای تو زیه. و جالبه شما یقه مجاهدین رو نمیگیری، چیزایی رو که دیروز گفتن، 6 ماه پیش گفتن، 1 سال پیش گفتن، ولی به من میگی شما سال 2003 گفتی تلویزیون مردم سربی منیجر از ای تو زی رو انجام میده. میگم خب کجاش اشکال داره؟ تمام این بیزینس ها، مگه این آقای جواد بنایی نیست رستوران چیز رو داره سورنتو، هم اونره، هم گاهی وقتی آشپزی میکنه، هم گاهی وقتی منیجر مدیر. من نمیفهمم واقعا آقای ترشیزی، امیدم ناامید شد از شما. چی داری میگی عزیز من؟ بعدم شما $10,000 میری میزنی تو واشنگتن پست، میری میزنی تو سی ان ان که 4 نفر حبشه‌ای و نمیدونم اینا بیارین اونجا، اینجا یه نفر $10 داده این نامرم تاپ کرده. شما اگه گفتی دروغه، بنده میگم آقا این اسمش، این فامیلش، این نشریهش، این مسئولش منم، ولی من میگم برو ببین راست یا دروغ، میخوای ما رو سر کار بذاری؟ شدی مولا نصرالدین؟ گفتن که وسط کره زمین کجاست؟ گفت همینجا. گفتن از کجا میگی؟ گفت برو متر کن. من متر نمی کنم آقا، من دیگه اینقدر یاد گرفتم بگم شما درست میگی ملا، همینجاست. بله خب بریم ببینیم که براتون چی گذاشتیم. بله نه دیگه من قرار نیست تو فیسبوک جواب بدم، جواب فیسبوکی ها بعد از ساعت سه ما برنامه 29 برنامه عقل بشر رو پخش میکنیم، امیدوارم عقل بشر کمک کنه ما هممون عاقل بشیم. بعد از اون میام سراغ فیسبوک، چند دقیقه با سهراب چمنارا خواهیم بود. و خیلی ناامید شدم از آقای اسفندیار منفردزاده، نمیدونم به نظر میرسه ایشون هم چون بازنشست شده و پیر شده، حالا لابد یه دوتا حقوق از سوئد و این ورنوی، یه حقوقی هم از لس آنجلس نشین شده و متاسفانه میبینم که حقیقتا خجالت آوره که ایشون هم مثل شاهولایی های دیگه شاهولایی شده و به قول معروف میگه صد رحمت به کفندزد اولی، و میگه دوران خوب اختناق. و اون خانم سوزی آشار، نه اون یکی دیگه چیه، همشون هم شکل همه پیر توی سن 70-80 سالگی، همه این ورورش کشیدن، فکر کن اینا صبح که میان یه دونه چیز میزنن اینجاشون از این گیره های چیز هست، مال پیپر چی بهش میگن، پیپر کلیپ، بعد با بندی بندن پشت گوششون. در هر صورت آقای اسفندیار منفردزاده دوستان دوران خوب و طلایی دوره شاه رو میس میکنه، یعنی دلش تنگ شده برای اون دوران. و خیلی جالبه بعد خودش میشینه راجب دانشیان، راجب گلسرخی اینا صحبت میکنه و انگار زندان رفتن، شکنجه شدن و اینها برای ایشون به اصطلاح خوردن آب و نبات بوده. و بی خود نیست که بعضیا میگن آقای اسفندیار منفردزاده نمیدونم با بی ام وی رفت آلمان یا تاکسی میرون، تاکسی بار میرون یا هم چیزی، بعدن بی ام وی سوار شد، نمیدونم. در اصل آقای منفردزاده کار شما خیلی خرابه. خب بس نشینی یاران احمدی نژاد، من قراره با یه تلویزیون خارجی به اصطلاح چند دقیقه درباره این ماجرای بس نشستن که اینا بهش میگن ریفیوج از شابدالعظیم رو درباره احمدی نژاد و اینا صحبت کنم. اگر دوستان
مطلبی یا مطالبی به نظرشون میرسه که ممکنه به من کمک کنه، چه فارسی چه انگلیسی، لطف کنید برای من ارسال کنید. با سه وسیله میتونید با من تماس بگیرید: ایمیل usa.sorby@gmail.com، تلفن 202-695-2573، تکست، اینم یه وسیله جدید، پس شد ایمیل، تلفن، تکست و فیسبوک. فیسبوک هم دو جا داریم، یکی مردم تیوی، یکی پارسا سوربی، پنج جا میتونید تماس بگیرید. اگرم با من قبلا روی اسکایپ بودید، روی اسکایپ هم میتونید بنویسید، ولی روی اسکایپ من نوشته بودم تماس بدون قرار قبلی ممنوع، و ازتون خواهش میکنم این کار انجام بدید، چون بیشتر وقتا من اسکایپ رو خاموش میکنم. اجازه بدید بریم سراغ این پیام دوستمون از کانادا تا در این مورد یه مقداری صحبت کنم. امیدوارم این دوست ما دلخور و دلگیر نشه، چون من میخوام حقیقت رو به شما بگم، و فکر کنم تا اینجایی که منو میشناسید توی این 20 سال گذشته من کم دروغ میگم، حقیقت زیادتر میگم. چون آقای سوربیه، اجازه بدید این صداش اولا زیاد کنم. حالا ببین، شما دیدی الان من که شروع کردم صدای شما کمه، چیکار کردم؟ صدا رو زیاد کردم. حالا چرا اینو میگم؟ این دوستمون توی صحبتاش، اولا من متوجه نشدم شما از خونه برنامه من نگاه میکنید یا از آفیس نگاه میکنید، چون میگید که صدا رو اینجوری میکنم به کارام میرسم، من فکر کردم تو آفیس هستید، مثلا آمریکایی‌ها دور برتونن با گوشی و اینها. بعد اون رو هم من میفهمم که یه دفعه صدا زیاد بشه. خودتونم دیدید من اینجا یه دفعه این ویدیوهای عربی مخصوصا یا ویدیوهای موزیک، یه دفعه موزیک میبره تا دینش بالا و اینا، خودم میگم واو کمش میکنم اینها. بعد میگید که بعض وقتا انقدر صدا زیاده که بچه بیدار میشه. اولا نمیدونم، مثل که خانمت بچه رو میده دست شما، میره خرید کنه و مثلا بیاد شما به جایی که بچه داری کنی بچه رو میذاری اونجا میای تیوی نگاه میکنی. من بهت پیشنهاد میکنم از فردا به من و دیگران قول بدی وقتی بچه داری میکنی بچه داری میکنی، وقتی بچه خوابه تلویزیون نگاه نکن، براش لالابای روشن کن و یه تکست برای من بفرست. اگه این شمارت تکس میگیره، من برات آهنگای لالابا یا همون لالایی خودمون رو بفرستم که 8 ساعت موزیکای مختلف لالابای پخش میکنه. خود منم چون به اصطلاح کلک میزنم، هر وقت مثلا دخترم بچهشو میاره اینجا، خب نیم ساعت اول با شور و هیجان بازی میکنیم، بعد میبینیم ماشاءالله زانو درد، کمر درد، نمیتونی پا به پاش چی کنی، مشغولش میکنی. براش برنامه‌های سسامی استریت رو ضبط میکنم، براش کارتونای قشنگ و رنگین رو ضبط میکنم، و الان یاد گرفته تا منو میبینه میگه میاو 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 میاو. یه برنامه مال گربه ها هست و اینو بازی که نشونش که میدم مثلا ربع ساعت هست، میره داستان دومی، دوباره میگه بابا میاو میاو، یعنی برش گردون همین از این اول. شما هم یه چند تا میاو میاو ضبط کن، یه چند تا لالابای، همون لالایی خودمون برای دختر یا پسر یا نوه هرچی ضبط کن تا ببینیم چی میشه. خب ببینیم که فیسبوک یا بعد از صفر. آخه یه اشکالی هم اینه، وقتی میگم بعد از صفر، بعد پیام های اینا میره خونده نمیشه، تا اینکه وقتی برنامه رو قطع میکنیم میاد یه دم 35 تا 25 تا 10 تا 5 تا مسیج. نمیدونم چه باید کرد. اگر یه کسی در آن واحد مینشست به اینا پاسخ میداد، همین آقای گلن ترشیزی مثلا، بگی سوربی من دوشنبه ها میشینم این کارو انجام میدم، هر کی مینویسه اونو برای من تکست کنه یا برای من به اصطلاح ایمیل کنه، نمیدونم، کارمون خیلی خرابه. گلن جان شما ببین، شمایی هم که اومدی درس خوندی، نمیدونم اینجا ساینتیست شدی، فیزیست شدی، شما رو هم مغزتو شستشو کردن مثل یه بچه 14 ساله فکر میکنی. هرچی مجاهدی دیروز بود، هرچی مجاهدی میگن میگن درسته، دیروز بود بازی برنامه CNN گذاشته بود با اینایی که یک سال پیش برای ترامپ رای دادن صحبت میکرد، 6 نفر آورده بود، 3 تاش میگه آقا این مردی که اصلا دروغ گفت، هرچی گفت فلان اینا، 3 تاش هنوز پافشاری میکردن، یکیش حتی میگفت که اگر جیزس عیسی مسیح بیاد اینجا یه حرفی به من بزنه بهش میگم صبر کن میرم از دونالد ترامپ میپرسم، اگه اون گفت بله برمیگردم میگم بله، اگه گفت نه به اون میگم نه. میگن به اینایی که به اینا رای دادن بی احترامی نکنید، ولی نظر اونه که میتونیم بگیم که آخه خریت تا چه اندازه. جالب اینه که این مرد سیاه هم هست، میگه من هر جا میرم تو تظاهراتش و
میگم مینویسم بلک ترامپ یا بلک فور ترامپ، یعنی سیاها برای ترامپ. بماند پیام این دوستمون رو بشنویم. عزیز درود بر شما. من اگر اجازه داشته باشم میخواستم یه گله ای از شما بکنم و یه خواهشی هم داشتم. ببینید این برنامه هایی که شما تنظیم میکنید، من البته همشون رو روی یوتیوب میبینم، اینها تقریبا همشون اشکال صوتی داره، قطعات مختلف ویدیو شدت صوتشون با همدیگه فرق داره، نمیشه یه ویدیو رو با یه ولوم ثابت از ابتدا تا انتهاش دید. مثلا همین برنامه سوربی با مردم که دیروز پخش کردید، وسطش که اون آقای خسرو بهرامی تلفن زدن بهتون، تلفن ایشون به معنی اینکه صحبتشون شروع شد، یه دفعه صدا خیلی بلند بود، من مجبور شدم بودو بودو بیام طرف کامپیوتر که صدای ولومو کم کنم چون آزار دهنده بود. و خب باید چون سکرین سیور اومده بود باید لاگین می‌کردم، اینا خلاص خیلی اذیت کرد. یا مثلا مصاحبه آقا شما شیرازی هستی؟ از من تنبلتری یا اولا اسکرین سیور رو فوری آف کن برای اون یه دو ساعت، دوما اسکرین سیور رو میخوای باز کنی اینقدر اذیت میشی. ما شالله تو دیگه دست ما شیرازی ها رو از پشت بستی. ولی خب همین که وقت گذاشتی تماس گرفتی، اولا همین که وقت گذاشتی برنامه رو دیدی ازت ممنونم، بیشتر ممنونم که وقت گذاشتی تماس گرفتی ایراد گفتی، منم ایراد شما رو گوش میدم، قول میدم تا اونجایی که بتونم صدا رو تنظیم کنم. ولی ببین دوست عزیز، من بهتون گفتم این کاری که من یه تنه انجام میدم 14 نفر باید انجام بدن، یعنی یکی باید برای صدا باشه، نشسته باشه پشت یه دستگاهی بهش میگن آدیو میکسه. بذار یه عکسی هم اینجا بهتون نشون بدم، حتما توی برنامه های رادیو و تلویزیون اینها دیدید، اونا پشت یه اتاقی هن. قبلا اینجوری بود، من مینشستم اونجا، یا آقای یزدانی مینشست اونجا، یا آقای شیرازی مینشست اونجا، ایرج هم یه بار اومد ولی هیچ وقت نیومد که کمک چیز کنه. بعد یه دستگاهی هست مثل این، بذار من عکس بهتون نشون بدم. البته این دیگه خیلی، این برای استودیوهای به اصطلاح بزرگ و ضبط کردن موزیک و اینها هست. بیاریم اینجا این دستگاه رو نگاه کن دوست عزیز، این مثلا صدای آقای بهرامی رو میذاره رو این یکی، سوربی رو میذاره رو این یکی، بعد میبینی میتونه تونش رو بالا ببره، اون چی میگن تربل رو بالا ببره، بالانس رو بالا پایین کنه. آقای بهرامی که از تلفنش زنگ میزنه، اگر یه جایی باشه که رانندگی نکنه تلفن میگیره دم گوشش، اگه یه جایی باشه که رانندگی میکنه از این گوشیایی که اینجوری میکنن تو گوششونو با بلوتوت صحبت میکنه. کیفیت اونا و کنترل اونها دست من نیست. شما منو ول کن. تلویزیونای ایرانی که ده ده بزن فر دارن، آقای مهندس، این خانم مینو همتی برنامهشو نگاه کنید، با یه خانم مصاحبه کرده، اون خانم رو اسکایپه یا از یه جای دیگه است، صدا یه دم میره بالا اون صدا میاد پایین. منم مثل شما هستم، منم ناراحت میشم، خیلی هم گوشای حساسی دارم، ولی میبینم که این بنده خداها با این امکاناتی که دارن این برنامه رو به من دارن میدن. بعد از خودم میپرسم من تا حالا به برنامه مینو همتی کمک کردم؟ بله، همیشه گفتم اگه میخواین برنامهاتون اینجا پخش میکنی، ولی هیچ وقت نگفتم مجانی. شاید اگه بگم مجانی این یه کمکی میشد بهش. شما هیچ وقت به ما کمک کردی ما بتونیم دستگاه بهتری بخریم، دوربین بهتری بخریم؟ این دوتا بغل برنامه ها میبینی سیاه هست توی فیسبوک یا توی یوتیوب؟ این مال اینه که ما دوربین جدید نتونستیم بخریم، یه دوربین قدیمی هی تعمیرش کردیم، هر روزم میترسیم که اگه خاموش شد دیگه چه باید کرد. ببینید دوستان، اینجاست که میگم اگر بگم زبانم میسوزه، اگر نگم تا مغز استخوانم میسوزه. حالا ببینیم این دوستمون پیامش چی بود و چی میگه. تا اونجا رو رسیدیم که وقتی صدای دوستان میاد خیلی بلنده، ایشون میدوه میرسه به کامپیوتر. اولا ماشاءالله یا آفیست خیلی بزرگه یا خونت قصره که باید بدوی بیاد. چون من اینجوریه دارم اینجا کار میکنم، ماکسیمم وقتی کامپیوتره اینجوری میچرخم میام پهلو کامپیوتر. پس چی؟ سعدی گفت هر که بامش بیشتر، هر که بامش بیش برفش بیشتر. شما ماشاءالله خونت مثلا 6000 اسکوئر فیت با بدوی بدم نیست برای سلامتی خود. خب
شما گفتی من یه ایراد دارم، یه خواهش، حالا ببینیم به کجا میرسه. ای که با خانوم بطول سلطانی دارید، صدای خود ایشون خیلی بلندتر از صدای صحبتهای شما هست، یعنی کل ویدیو رو نمیشه با یه ولوم ثابت نگاه کرد، یا گاهی اوقات مثلا یک قطعه ویدیوی دیگه رو وسط صحبتاتون پخش میکنه، مثل این یکی دو روز پیش بود که یه دختری بود با یه خر داشت صحبت میکرد، صدای اون قطعه ویدیو دختره با خر صحبت نمیکرد، دختره ویالون میزد، خره هر میکرد براش میخون. ولی به شما من یه تبریکی باید بگم. دوستان دقت کردید، اسم آقای بهرامی رو بلد بود، اسم خانم سلطانی رو بلد بود، اون ویدیویی که پخش کردید بلد بود. مثل اونای دیگه نیست که زنگ میزنن آی سوری اون روز با یکی صحبت کردی یا اسمش چی بود، حالا ولش کن، یه ویدیویی هم پخش کردی یا می‌خواستم ببینم اون ویدیو داری، چی بود ویدیوه، یادم نیست راجع به چی. من ممنونم از شما، این ممنون بودن من از شما خیلی کار داره دستت میده. میگم ممنونم که نگاه کردی، ممنونم که وقت گذاشتی، اشکال و ایرادمون داری میگی، حالا نزدیک کریسمس و اینها هستن، ممنون میشیم که تلویزیون مردم رو هم کمک کن. بله، ولی دقت شما این کار درستیه که وقتی یه نفر میخواد زنگ بزنه بگه مثلا قشنگ گفته برنامه دیروز شما نشون میده اون روز جمعه بوده که با به اصطلاح خانم سلطانی صحبت کرده بودیم، بعد برنامه قبلی شما که با آقای بهرامی، با آقای بهرامی تلفن زده بود، آقای بهرامی تلفن میزنه پیام میذاره، یه وقت مینی 6 صبح، یه وقت مینی من 12 بیرونم، ایشون پیام میذاره و همونجوری که بهت گفتم بستگی داره، یه وقت داشته باشه کار بکنه. میدونی مثلا این تلفنا، این میکروفونش اینجاست، بلنگوش این پشت، منم ماشاءالله توپل، اگر زنگ که بزنم این گوشیش اینجا، وقتی که رو بلنگو نیست، روی اسپیکر نیست، اگر وقتی دارم یه کاری میکنم اینجوری کنم، این لپ و سپ و گوشت و چربی و گوشت بر صورت میره تو میکروفون. بعد داداشم از اونجا میگه آقا چی شد، رفتی تو قوطی؟ رفتی تو قوطی که میدونی اینا که با اسپیکر صحبت میکنن بعض وقتا انگار که کردیش توی قوطی کن. یه دفعه امتحان کنید یه قوطی کن که خالی میکنید، کن قوطی کنسرو میگفتیم ها تو ایران، خالی میکنید توش صحبت کنید صدا میپیچه. در صورت ممنونم دوست عزیز، همه اینایی که شما میگی من قبول دارم، ولی توانایی من در این اندازه هست، ولی به شما قول میدم به خاطر شما و دوستان تیزبین و تیزهوش و به اصطلاح اینایی که خیلی پرفکشنیستن، تا اونجایی که میتونم این رو کنترل کنم. حالا ببینید چرا باید ما چه کار کنیم اینو کنترل کنیم. نگاه کنید دستگاهی که ما برنامه پخش میکنیم اینه، بذارید بهتون نشون بدم. این همون برنامه‌ایه که میگم هر کسی میخواد ما میتونیم براش نصب کنیم، بعد یه مبلغی بابت 3 ماه میگیریم، وقتی آمد چنین، وقتی رفت چنان. بذارید ببینیم، نه ببرم تا پایین، آدیو رو میخوام بهتون نشون بدم، اجازه بدید. قسمت آدیوش اینجاست، ببین این خط رو میبینید شما، یک. حالا ببینید اول سبز، اگه سربی عصبانی شد میره رو قرمز. بله اینو ما میتونیم کنترل کنیم، ولی بدبختی من اینه که اصلا موقعی به پخش برنامه من اینو نمیبینم و تا حالا اتفاق افتاده. چندین بار برنامه ضبط کردیم به دلیل اینکه میکروفون، نگفتیمش میکروفون 5، نگفتیمش میکروفون 7، این میکروفون دوربین رو برداشته، این یکی دوربین رو ضبط نکرده. اشکال زیاده، یاری کمه، حمایت کمه. میتونم این قول رو بدم که اگر کسی یاری کنه، حمایت کنه، ما هم دستگاه بیشتری و بهتری بگیریم. و یه چیز دیگه براتون بگم، باز آدم نباید دروغ بگه، من اگر وقت کنم ویدیویی رو که اون دوستمون میفرسته مال ملک نمیدونم سلمان، این رو بیارم تو سیستم خودمون پخش کنم، بعد صداش رو روی والیوم روی 75 نگه دارم، میدونید از 0 هست تا 100، میتونم همه صداها رو 75 نگه دارم، ولی میشه یه کار مضاعف، وقت اون رو من ندارم. اگر پول داشتم منم مثل آقایی که
برات شوهر نمیدونم خواهرش رستوران مجاهدین داره، باباش تاواکی بوده، شاه الله یا پولش میده، در طی هفته یه برنامه نیم ساعته اجرا میکردم، معلومه اونم از اول تا آخرش میمدم عکسا و خبرای این اونو نشون میدادم، به اونا فحش میدادم دل شما خوشحال بشه. نیست عزیز من، بنده باید روز شنبه یه شنبه برم مثل آخوندا از تولد تا مرگ فیلم برداری کنم، کار کنم تا بتونم دو سه روز بیام حرف دلمو با شما بزنم. حالا این حرف دلمون هی زیادتر شده، یکی گفته آقا همش خودت حرف میزنی خسته کننده است، این ویدیو رو هم نشون بده. و الا اون موقع ما چه ویدیو نشون میدادیم؟ آقا من میمدم مینشستم این جلوم به جای این تلفن کوچیک و این اسپیکر کوچیک یه تلفن انقدی بود که تازه صداش رفته بود توی اون آدیو میکسر، بعد آدیو میکسر به جای این یک تا صد و سبز و قرمز قشنگ یه گیجی داشت، یه عقربه‌ای داشت، سوربی که صحبت میکرد اون طرف میدید مثلا میکروفون 1 رو 50، اون آقای بهرامی که صحبت میکرد میکروفون 2 هم رو 50 باشه. ممنونم، میدونم و به قول آمریکایی‌ها I feel your pain، یعنی درد شما رو حس میکنم. یه بقیه ویدیو که یعنی صحبت‌های خود شما بود خیلی بلندتر بود. این اختلاف شدت صدا واقعا آزاردهنده است. من میخواستم خواهش کنم ازتون اگر ممکنه تو ویدیوهای بعدی اینها رو یکسان سازی کنید، یه طوری عمل کنید که همه کل ویدیو رو بشه با یه شدت ثابت نگاه کرد. یکی هم همین 4-5 روز قبل بود که من داشتم میدیدم که یه کسی به شما تلفن زد، صداش خیلی خیلی بلندتر بود، اینجا بچه خوابیده بود از شدت صدای اون که ناگهانی بلند شد، بچه اخا پرید. بعد شما خودتون البته بلافاصله ظاهرا متوجه شدین صداشو کم کردین، ولی همون یکی دو ثانیه‌ای که صدا خیلی بلند بود بچه خواب پرید. خب ببینید اینا آزاردهنده است. یا مثلا گاهی اوقات موزیک وسطش اگر پخش کنید شدت صوت اون موزیک بلندتر از صحبت‌های خودتون. آقا شما شیرازی هستی؟ شما قرار شد یه ایراد بگیری یه دونه پیشنهاد بدی، تا حالا 6 تا ایراد گرفتی، هنوز خبری از پیشنهاد نیست. من منتظرم که شما بگی سوربی این ویدیوهایی که میخوای پخش کنی اگه برای من روز قبل بفرسی من همه اینا رو تمام چیزارم وارده ها، صداها و والیوم و شدت صدا و اینا رو قشنگ بلده، معلوم کار کرده، من برای شما همه اینها رو روی 75 ضبط میکنم، تنظیم میکنم، میفرسم. تا حالا هیچ چیزی نیست. ببینیم از اینجا به بعد خبری میشه. پیام ایشون 2 دقیقه و 53 ثانیه است، 2 دقیقه و 17 ثانیهش گذشته، ما فقط ایراد پشت ایراد پشت ایراد. حالا مشکل اینه بچه هم بیدار شده، بابا هم که قرار بوده تا این 3:30-4 بخوابه که همسرش بیاد بگه بچه خوب خوابید، حالا بچه لج گریه چه باید کرد؟ بفرمایید. باید بشه کل یه ویدیو رو با یه ولوم ثابت گوش کرد. من میخواستم خواهش کنم تو ویدیوهای بعدیتون مراعات کنید این مسئله رو، شدت صوت رو یکسان سازی کنید. تلفن بنده نه دیگه. ممنونم دوستان، قشنگ ایراداشو گفته، شماره تلفنش هم گفته که اگه بخوای تماس بگیری اینها. ممنون، متشکرم. ولی دیگه حالا فکر نمی‌کنم بعد از این هم جایی گفته باشه که اگه می‌خواین این ویدیو رو برای من بفرستین تا من ردیف کنم بفرستم، که خودمونم یک کاری میگیره که اگه خودم اینجا صداشو تنظیم کنم زودتر و بهتر انجام میشه. در هر صورت ازت ممنونم. ولی تلویزیونای کانادا رو نمی‌دونم. اینجا یه تلویزیونای ساخته شد، به بازار عرضه شد و میگفت که شما اگه بگی والومو یا شدت صدا رو روی مثلا میدونی مثلا تلویزیون ما یکیش هست از 0 تا 60، یکیش از 0 تا 50، یکی از 0 تا 100. این هم من نمیفهمم چرا. خب یکتون قانون بذاری همه رعایت کن، قول داده بود که اینو رعایت میکنه، ولی با همه اینا اون سیستم کار نمیکرد. بعدن کاشف به عمل آمد که آقا یه وقت توجه کنید ببینید صدای تبلیغای تلویزیون آمریکایی وقت تبلیغ میشه 4 برابر میگه یه دفعه میبرنش بالا. البته 4 برابر نه یعنی اگه 75 میشه 300، میگه اون آزارشه، اون قسمت آزارشه، میگه صدا رو انقدر میبرن بالا که شما یعنی انگار 4 دفعه پوکت میکنن یا اینجوری میزنن بهت که گوش بدی.
و اینو هنوز کسی نتونسته حریف تلویزیونا بشه که صدا رو اونجوری که شما میخوای یه نواخت. حالا از همه اینا بگذاریم، بعضیا میگن آقا فلانی برنامه‌هاش یک نواخته، آدم خوابش میبره. اگر خیلی هم ما اینجوری صحبت کنیم میشه مثل برق مستقیم، ولی باید بره بالا بیاد، تناوب داشته باشه، بشه برق متناوب. و اما مگابه مال اون روز من گفتم این زامبو چی زامبی از زیمبابوه همونه، بعد یه دوستی گفت نه این حبشه بوده شده زامبیا شده زیمبابوه، نمیدونم بالاخره این اینا هم همون ماجرای مورچه چی چیه کل پاچهش چی باشه، این کشورها چی هستن. البته کشورهای بزرگن آفریقایی ها، میدونی قاره آفریقا خیلی بزرگی. و 37 سال این آقای موگابه پادشاهی کرده، حالا یا رئیس جمهوری کرده، این ماجرای 37 سال چیه؟ شاه هم 37 سال بود، ولی همه امیدوار بودن خمینی و دار و دستش هم 37 سال حکومت کنن و برن. ولی ببین الان یکی زنگ زد، بله این دوستمون هست که در رابطه با آقای سعید کابوسی است. سعید جان اون نوشته ای که فرستادی شماره فکسی شماره تلفنی لدر هرت، شما هم که مثل مجاهدین یه مارکی امضایی، این جنرال منیجره، این مثلا سیلز منیجره، این چیه، یک کمی چیزاش کم بود در صورت من قبلش، یعنی قبل از برنامه بود میپریدم توی حمام و ببین ببخشید. خب ما قرار بود 2:30 به آقای چمنارا تماس بگیریم، ببین تنها هستم، ولی اگر اونجا بودم آقای رضا شیرازی، آقای بردیا جعفری، آقای محمد علی ابوقداره، آقای بابک یکتافر، خانم الهام چی بود امیری، نمیدونم خانم چی قهرمانی، اینا یه کاغذ بزرگ یه مقوایی بود میمدن میآوردن مینوشت 2 دقیقه میآوردن میگفتن تلفن، آخرش دیگه ماکسیموم یه صدایی میدادن یه بشکنی میزدن. حالا ببخشید از آقای چمنارا پوزش میخوام بریم و امیدوارم این صدای تلفن بچه شما رو بیدار نکنه. شماره ایشون اینو ما میذاریم اینجا که هم وسط سیستم تلویزیون مردم باشه هم وسط فیسبوک. حالا دیگه خود شما ببین صدا چیه. امیدوارم باشه آقای چمن، اگه نباشه اشکال و کوتاهی من بوده. نه دیگه، اگه شماره رو نمیگفت من پیام میذاشتم، ولی چون شماره رو گفت قطعش کردم. بله ایشون به من گفت به من بگو که چه ساعتی زنگ میزنی، من گفتم 2:30، بعد میگفتم حدود 2:30، چون وقتی ما ایرانی ها میگیم 2:30 بنده خدا رو از 2:30 تا 4 بعد از ظهر منتظر میذاریم. حالا اینو میذارم اینجا که اگه زنگ زد من ببینم جواب بدم. در صورت آقای چمنارا اگه برنامه منو میبینید لطف کنید با من با همین شماره تلفنی که زنگ زدم و باور کنید به جان بچه هم شمارهش بلد نیستم، بعض وقتا میرم یه جایی میگه شمارتون اینه، میگم حالا امتحان کن ما 10-12 تا شماره داریم. راستی صحبت از شماره، میدونید که ما از یه سیستمی استفاده میکردیم به نام ماجیک جک و ما چند تا از اینا رو خریدیم، یه چند تا هم دوستان فرستادن. اگه کسی هست که میخواد این ماجیک جک رو میتونیم براش بفرستیم، خیلی کوچیکه، میذاریم توی قوطی معمولی میفرستیم، شما وقتی میزنید تو کامپیوتر اونجا چت میکنی تماس میگیری، فکر کنم برای یه سال حالا نمیدونم $30 چقدر میدی، تلفن دیگه مجانی، میتونی باهاش فکس هم استفاده کنی. حسن این خوبه اینه، وقتی هم میری مسافرت با خودت میبری میزنی تو کامپیوترت، کامپیوترت هم میتونی تلفن بزنی به خونه و زندگی تو اینها. در اصل اینم یه تبلیغی برای این تا بعد بزنیم شو کریگلیست. خب دیگه کجا بودیم؟ بله این ماجرای 37 سال و اینها رو شما چی میبینید؟ مگابه 37 سال حکومت کرده، شاه 37 سال حکومت کرد، صدام چند سال حکومت کرد؟
و آخوندها فعلا دارن میرن به طرف 40 سال. بس نشینی یاران احمدی نژاد در شابدالعظیم، یکی نوشته بود که کاش دوستمون آقای خزائی نوشته بود کاش امروز هم امیر کبیری بود تا نه تنها بست احمدی نژادها را بشکند، بلکه تومار حکومت جمهوری اسلامی را بشکند. ببینید این نشون میده ما از تاریخ یا چیزی یاد نگرفتیم یا نخوندیم. دوست عزیز، آقای امیر کبیر کار غیرقانونی کرد، دو سه تا کار غیرقانونی کرد، نمیدونم کشتن پیغمبر بهایی ها و اینو اینها. بعد تازه اون امیر کبیر وقتی که قانون، آقا اگه یک کسی یک کاری کرد رفت بس نشست، شما ولش کن. اون قانون اگه نگاه کنید هنوز هست. این آقای آسانج رفته توی مال گواتمالان، یا گواتمالان نه، اون یکی که مثل اسم خط استوان چی میشه نمیدونم، رفته تو سفارت اونها بس نشسته، رفیوج بس نشست. شما که میای توی کشور دیگه رفیوج میشی، اومدی تو اون کشور بس نشستی، دیگه دولت ایران نمیتونه بهت کاری بکنه. آقای امیر کبیر که شعبون بیمخ نیست که شما بهش بگی برو اونجا، کرده این کار متاسفانه، رفته توی نمیدونم یه جایی طرف بس نشسته بوده، زنجیر رو باز کرده و اومده و اینها. طرف بهش گفته آقا این زنجیرها رو همه رو تیک تیکه نکن بریز بیرون، نگهش دار چون بعدن ممکنه خودت احتیاج داشته باشی. چقدر اون قشنگ به این گفته، به امیر کبیر گفته. این فیلمه یادتونه ناصر ملک متعی سلطان صاحب قران بود چی بود بازی میکرد، ناصر ملک متعی نقش امیر کبیر رو بازی میکرد، میگه اینا رو نریز بیرون. یادتونه هویدا به اینا گفته بود نمیدونم قبر بود چی بود میسازین یه کمی سلولای زندان، پرسیده بودن ازش که راحت هستی اینجا، گفته بود که بد نیست ولی شما اگه خواستین زندان بسازید یه کم بزرگتر بسازید که بعد که خودتون میاین. این چیزی که میگن آقای هویدا گفته. البته خب کاش که حرف شاد گوش کرده بود، یه زندان سلول بزرگتری برای هویدا ساخته بود تو اوین. در هر صورت امیر کبیر که این کارو میکنه، بعد چی میشه؟ خواهر شاه دستیسه میکنه، سرش تو حمام فین میبرن دیگه، درست میگم؟ پس چی شما میگه ای کاش امیر کبیری پیدا میشد، ای کاش امیر کبیری پیدا میشد، احمدی نژاد و یارانشو میآورد بیرون. اولا احمدی نژاد نیست، سه نفر دیگه هستن. ضمناً خبر خوش، اینا بس نشستنشون هم مثل آدم نیست، بس نشستن رو فعلا کنسل کرده، گفته میریم بیرون بعدا دوباره میایم بس میشینیم. اگه کسی بخواد جلوتو بگیری که نتونی بری تو دیگه میگیرن، ادم میخواد بس میشینه. ولی خیلی جالبه، گفت کسی که همش به امام زمان آویزون بود، حالا امروز رفته به شاه عبدالعظیمی که مرده بس نشسته. خب میرفتین خودتونو مینداختین تو چاه جمکران، اونجا بس مینشستید. اگه باور دارید امام حسین اونجا هست، امام چیز اونجا هست، کی اسمش ببینم، نه گفتم شاید این تلفونه باشه، این نیست، یه زنگ دیگه بزنم با آقای چمنارا. خیلی بد شد. آقای چمنارا سلام، سربی هستم از تلویزیون مردم. با آقا من فکر کردم این یه شماره تلفن دیگه است، این بود که جواب ندادم. نه عیب نداره، با 18 تا پوزش برای هر یه دقیقه‌ای که به شما دیر زنگ زدم رفته بودم تو برنامه کلن یادم رفت. آقای چمنارا اجازه بدید من یه چیزی رو که پشت سر شما گفتم، ایرادی که گرفتم که خود شما بارها میدونید، یعنی خاصیت تلویزیون مردم اینه که قریب خودی نمیکنه و ایراد میگیره. دوستانی زنگ زدن گفتن ای آقا شما آقای چمنارام که اونجا میاد برنامه داره حمایت میکنه، از ایشون هم انتقاد میکنی، گفتی این آقا مثل صفحه گرامی که سوزن خورده باشه تکرار میکنه، این تکرار مکررات یعنی چی؟ نظر شما راجع به این که من انتقاد بکنم یا نکنم یا دیگران انتقاد کنن یا نکنن چی هست؟ بفرمایید. البته انتقاد کاملا خوبه،
فرض بفرمایید که همین آقای اسدالاشرافی که ما در موردش صحبت کردیم، یعنی شما مطرح کردید، الان حدود 5 ساله چه بیشتر از اون شاید در تلویزیون میهن داره یه حرفای میزنه. من یک بار 2 سال پیش به ایشان یک ایرادی گرفتم، گفتم آقا اینطوری، و ایشان یه ویدیو هم درست کرد 1 ساعت جواب من داد و اون ویدیوش هم هست، جواب اسدالاشرافی به سهراب چمن. اگه شما نگاه کنین اصلا حرفی در مورد هیچی من نزده، همینطوری حرف خود چه داده. انتقاد خوبه و شما واقعا من به شما را تقدیر میکنم و به شما خوش آمد میگم به خاطر این کارتون، به خاطری که انتقادایی میکنید که باعث میشه که طرف جواب بده. چون مثلا در مورد این سر بریده کوروش بارها و بارها ایشان اصلا تمام شاهان هخامنشی، کوروش، خونخوار و نمیدونم اینا و زرتشت مثلا در زمان سعدی درست شد و اینا گفته، خب ایش کسیم جوابش نده. ما در فیسبوک میهن تیوی که چند تا چیز نوشتیم همه را ایشان آقای دوست شما آقای سعید بهبهانی همه پاک کردن. ولی خب شما آمدید، اگر یادتون باشه دوستی من و شما هم اون موقع از اینجا شروع شد که شما یه انتقای در بود شاهنامه کردید و باعث شد که ما این دوستی 2-3 ساله رو با هم پیدا کردیم. به هر حال نه، انتقادهای شما خیلی خوبه و من خوشم میاد. چه بسا من همینه میخواستم بگم، ما الان چند سال دنبال این هستیم که یک آقایی که شما خیلی خوب میشناسید، آقای آقاسی، بیاد مثلا در مورد قرآن راستین همونطوری که شما در مورد شاهنامه انتقاد کردین، ایشون حتی آقای آقاسی، نه آقای سروش، بیاد صحبت کنه اونجا که ما بیاییم جواب بدیم. خب اگه خب کسی حرفی نزنه همینطوری میمانه بدون این که بحثی در مورد شده باشه. نه به هر حال این انتقاد ها خوبه، حالا چه انتقاد درست باشه چه انتقاد غلط، بالاخره انتقاد اگر حتی غلط هم که باشه همینقدر که آدم شروع میکنه به صحبت کردن در یک موردی، این خیلی خوبه. این بسیار ممنون، منتظر ویدیوهای بعدی شما هستیم. ویدیوهای شما تا امروز از تلویزیون مردم پخش شد، رو بالاترین گذاشتم، رو توییتر گذاشتم، رو فیسبوک هم گذاشتم. کمال تشکر، خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار. دوستان عزیز ببینید، این وکیل چی میگن، وکیل اینو اون شدن رو هم باید کنار بذاریم. مثلا یه جایی یه چیزی یه نفر میگه، طرف میاد میگه آقای رضا پهلوی این، میگم بابا مگه این عقب افتاده است، مگه این سفیه است، بذارید خودش حرف بزنه. ببینید آقای چمنارا، خیلی ممنون، اینو همیشه هم گفتن اصلا دوستی من و تو اینجوری شروع شد که تو ایراد گرفتی از کتاب من، گفتی آقا این کتابه اینجوری میگه، اینا دوست شدیم با هم صحبت کردیم. راجع به آقای میرزا آقاسی و آقای صدرالاشرافی اینها، خب من سالهای سال هر دوی اینها رو میشناسم، باشون مصاحبه کردم و اینها. آقای میرزا آقاسی الان خطش عوض شده، الان تلویزیون خودش رو داره، خرج و مخارج خودش رو داره، احتمالاً فقط جای حرف میزنه که پول توش باشه. آقای صدرالاشرافی باید قرار قبلی زنگ بزنیم، قرار بذاریم، ببینیم درباره چه موضوعی باشون صحبت کنیم و یه مقداری مشکله. البته بارها گفتم اگر این دوستان لطف کنن زنگ بزنن، من پیامشون رو توی برنامه ها یه جوری پخش میکنم. ممنونم. این اکوادور، اون سفارتی که دنبال اسمش میگشتم اکوادوره، فکر کنم اگر چیز کنیم این خط استوار، خط یعنی خط استوار هم به انگلیسی میشه اکوادور، نمیدونم، در صورت اب نداره. بله، این ماجرای حالا آسانج و نقل بست نشستن بوده. بازم ازتون خواهش میکنم اگه در رابطه با بست نشستن موضوعی چیزی به نظرتون میرسه به من بگید، چون قراره با یه تلویزیون خارجی، ما وقتی اینجا میگیم خارجی خیلی جالبه، خودمون خارجی هستیم، به آمریکایی‌ها میگیم خارجی، میگه آها طرف خارجی زبون نافهمه. براتون یه جوکی گفتم، لابد حتما شما میبربر شنیدین، میگن مادر یکی از این بچه‌ها، یادتونه مدتی بچه‌های ایرانی میرفتن ژاپن کار کارگری و اینها، مادره بلند میشه میره ژاپن، بعد بر میگرده بهش میگن که خب رفتی اونا اشکال چیزی نداشتی؟ میگن نه همه چی خوب بود. میگن اشکال زبان چی؟ میگه من که اشکالی نداشتم، ولی پدر سوخته ها زبان سرشون نمیشد، زبان نمیفهمیدن. حالا اینم ماجرای ما. میدونید که ونزوئلا از موقعی که اون
آقای مرد کی بود دوست احمدی نژاد؟ احمدی نژاد هم رفت ننش رو بغل کرد موقع مردنش، اینها شاوز. شاوز یه بارم این چیز میخواست سرنگونش کنه، درست میگم شاوز بود، نشد، اومد جورج بوش میخواست سرنگونش کنه، اینا نیومد. در صورت ونزوئلا وضع خیلی بدی داره با وجود این همه نفت، کشوری که به آمریکا نفت مجانی میداد که سرمای زمستون نفت بدن به آمریکایی‌ها. باورتون میشه آمریکا که اینقدر گردن کلفتی میکنه و جاهل بازی در میاره، اون کشوره به اینا نفت میداد. آقای کندی هم تشکر میکرد که نفت دادی که آمریکایی‌ها نرزن. باورتون میشه آمریکایی‌ها بچه‌ها میگه حدود از هر 6 تا بچه‌ای یه دونش مطمئن نیست که اگر نهار میخوره شام گیرش میاد یا نه، اگه شام میخوره صبحونه داره یا نه. بعد الان تو مدرسه ها به این صورت بود که خیلی هم بد بود، اگه بچه پول نمیبرد نهاری که میذاشتن وقتی باد میره پول میداد، اگه پول نمیداد خوراکه رو که گرفته بود برای که دیگه کسی دست نزنه مینداختن تو سطل آشغال، خوراک گرم رو، برای که این مثلا 3 دلار نداده. بعد یه ساندویچ سرد نون و پنیر بهش میدادن، اون مجانیه. یک نفر که وقتی دیروز صحبت میکرد من نشسته بودم زار زار عشق میریختم، که الانم فکر کنم نماینده سناتور تگزاس یا این باشه، میگه که من پول نداشتم و من درد اینا رو میفهمم و به همین خاطر وقتی اومده ران کرده، این ران کردن موقعی که اون تبلیغات نماینده شدن، سناتور شدن، رئیس جمهور شدن، اونایی که وجدان دارن میان چیزی که در حد توانشون هست تبلیغ میکنن، بعدم که قبول شدن روش وای میسن و انجام میدن. اونایی که بی وجدانن مثل جورج بوش پدر میگه نو مور تکسس، بعد میاد میگه من مسئول تکسم. بی وجدان ترش مثل آقای ترامپ، بی وجدان ترش مثل اوباما میگه من جنگو تموم میکنم، بعد دیدید که جنگا رو بیشتر کرد و اینها. و این مثل که عمل کرده، میگه که ما که مدرسه مجانیه، خب خوراکم مجانی بدیم به بچه ها. جالبه ها نه؟ دیگه چرا هی این پول بیار و پول ببر، و که بعض بچه ها میان پول میاره اون بچه پولشو کش رفته، مشکل ایجاد میشه و اینها. آقا مدرسه که مجانی میاد، خوراکم مجانی. خیلی ها هستن میرن یه وعده صبحونه، چون تو مدرسه ها یه مدتی بود یه جایی هست که صبحونه اگه کسی نخورده بود بهش میدادن، بعد یه جایی میگه بچه چون دیرشه تنبله، صبح از خواب که بیدار میشه بعض وقتا یادش میره صبحونه بخوره، بعضی ها حاضر نیست میاد، اگه گرسنه اومده مدرسه این صبحونه رو ور میداره میاد سر کلاس میشینه صبحونه میخوره. دوستان ببینید مشکلات به این کوچیکی تو آمریکا حل میکنن که کشورشون میشه درجه یک، کشورشون میشه بزرگترین. اون وقت ما یه نفر میاد یک قوری استکان میخره، حالا یا شادم دروغ، میخواد بفرسه برای کرمانشاه، ببینید روش چی نوشته. شما خودتونو بذارین جای اونایی که الان خونه و زندگیشونو ول کردن، رفتن از دل و جون دارن مجانی کار میکنن، یا حتی خودتونو بذارین جای کسی که آیت الله، حجت الله، فلانه، برای تظاهر میره به اینا کمک میکنه. این نوشته رو اتفاقا مجید خوشنودی فرستاده، ببینم میتونم، آها دزدی، به اسم دزدی گذاشته میشه اینجا. نگاه کنید دوستان، ببینید شما اونجا مسئول پخش کردن این چیزا هستید، حالا با همه اون مکافاتی که مردم کمک میکنن، ولی آخوندا میبرن به اسم خودشون میدن، آخوندا با ماشینای خودشون میبرن میدن هرچ. یه نفر میاد یه کاغذی، این سماور اینا میدونید چیه، که این چتریایی که من اولم فکر کردم این چینیه ولی نه، مثل که جنسش استیله، آهنیه، الان خیلی مد شده تو ایران این قوری و کتری رو همه، از بس قوری ها رو هی به زور چپونی رو کتری و ریخت و بچه ها سوختن و علاءالدین خاموش شده اینا دیگه، حالا یه نفر اومده اینا رو درست و قشنگ و شکلای خوب نوشته. حاج آقا، آیت الله، حجت الاسلام، برادر سپاهی، لطفاً از این بسته دزدی نکن، همسرم این اقلام را قسطی خریده برای زلزله زدگان کرمانشاه از طرف کرد شیروان. خب من اینو که میبینم من فکر نمیکنم این یه کسی اینو نوشته باشه که کمک کرده باشه، این یه کسی نوشته، اینجا تو آمریکا بهش میگن لو لایف، لو لایف آدمای پس فطرت، که نشسته
فقط میخواد یه چیزی بگه خودش رو راضی کنه، بگه من به این دلیل قوری استکان نمیخرم بفرستم برای اونجا که آیت الله میدوزه. آقا اینا دزدن ما که میدونیم، ولی کسی که 39 سال دزیده برده خورده، البته دزدی هیچ پایان و محدودیتی نداره، ببخشید این حرف باید پس بگیرم، میگم حالا منتظر یه قوری استکان شماست، ولی میبینم نه واقعا هستن که میدوزن. ولی اینی که شما مینویسی، این مثل اون آقای بهرامی بود به من گفت آقا نگو کارمون خرابه، بگو که این اشکالا رو داریم، امیدوارم کارمون بهتر بشه. همین گفتن بهتر بشه، مردم بهتر خوب اینا تو مغزشون به اصطلاح بیشتر جا میگیره. 2:59 است. با آقای چمنارا بدقول شدم 18 دقیقه، از ایشون عذر میخوام، اجازه بدین پیش این دوستمون بدقول نشیم، بریم پلیر 4 رو روشن کنیم. بله این پلیر 4 دوستمون اگه بچهش خوابه صدا رو بیاره پایین یک کمی، هم من 1-2-3 میگم که کامپیوتر رو فعلا اگر علی آقا تو دیگه خیلی تنبلی خدا وکیلی، ولی من آدمای تنبل رو دوست دارم چون آدمای تنبل بالاخره یه چیزی اختراع میکنن. خب من این صدا رو کم میکنم، ببین چون اینجوری گفت، منم اول صدا رو میبندم، بعد که پیام ایشون روشن شد ببینم صدا کجاست، صدا رو میارم بالا. بفرمایید. نه نه زدم پلی نکن. در آغاز این گفتارها پیرامون عقل و قدرت مغز در فراگیری سخن گفتم. انسان دانشمند و بسیار مطلع و دانا فقط 1/100,000 سلول‌های مغز را به کار می‌گیرد. به هدر دادن بقیه توانایی مغز صفتی است که انسان در طی تاریخش سعی به کاستنش نکرده و به استفاده بیشتر از آن هرگز نیندیشیده. به اضافه بر سیستم اجتماعی و اقتصادی که این وضع را ساخته و انسان را از هر گونه تغییر دور نموده، احساسهای بشر مانع از درک و تغییرش می شود. حقیقتی که انسان خواهان دانستنش نیست. به گفته دیگر انسان نمی خواهد قبول کند که با بیعقلی و یا بیفکری بیشتر کارها و فعالیتهایش را انجام می دهد. معیارهای اجتماعی و اقتصادی و روشهای افراد توسط سلطه‌گران زمان بر مردم دیکته شده و پس از جایگیری در بیشعوری‌ها عملی می‌شوند. ظاهرسازی و به دستگیری معیارهای بی‌معنی بر انسان تحمیل گشته و یک اختیار و یا گزیده شخصی نیستند. کدام یک از ما لباس خود را تغییر داده ایم و همرنگ جماعت نبوده ایم؟ خوراکهایی را هم که می‌خوریم یک نوع عادت است. هرچند افرادی قادرند در محیط دور غذاهای دیگران را بخورند، اما این تغییر مدت کمی طول می کشد و باز شخص با شوق و علاقه بیشتر به عادت پیشین باز می گردد. این مثالها را می آورم تا اندیشیده و خود را بهتر بشناسید. تصور اینکه انسان آزاد اندیش است موجب درماندگی در تصور و باقی ماندن در یک محیط و چارچوبش شده و هرگز سوی حقیقتیابی نرفته و به واقعیت نمی گراید. احساسات تزریق شده به بیشعوری تواناتر از عقل و اندیشیدن مغز و بر انسان مسلط و حکمفرما هستند. انسان هرچه مقام و ثروتش افزون شد، یعنی بنابر معیارهای اجتماعی و اقتصادی تواناییش در تسلط بر دیگران افزون گشت و وسایل آسایشش فراهم‌تر، احساسهایش او را بیشتر رهبر است و نه عقلش. اندیشیدن و فکر کردن موجب خستگی می شود، کاری که انسان از آن گریزان است. احساسات بدون اختیار کار کرده و هنگام فعالیت و انجامیدن کشش‌هایش آرامش روان را به بار می آورد. پس از برآوردن خواست روان و رسیدن به هدف، انسان همه بهانه‌ها را جهت حق به جانبی در کنار خود می یابد و یا می آفریند. انسان‌ها در هر جا و مقامی خواهان کسب برتری هستند. این یک اهرم احساسات و پدیده ای از معیارهای اجتماعی جاری است که به عقل ربطی ندارد. در اجتماعهای تو خالی این ظاهرسازی بیشتر دیده می شود. مردم می خواهند به سوی رفته تا مهمتر و برتر از دیگران شناخته شوند. در چاله احساسها یک اهرم رقابت در میان افراد کاشتند.
انسان از خود نمیپرسد چرا باید از بقیه هم نوعهایم دیگر باشم تا احساس برتری کنم. جریانی واقعی و مسخره برایتان تعریف کنم. همسر رئیس جمهور پیشین مصر، خانم سوزان مبارک، با لباسی شیک و آخرین مد پاریس به یک مهمانی عمومی وارد شد. میزبان یک شخصیت معروف تلویزیون مصر بود. تصادفاً همان لباس را بر تن داشت. برای خانم رئیس جمهور این پوشش یکسان بسیار گران آمد و موجب ناراحتی و دستپاچگی شدید شد. میزبان سعی کرد لباس دیگری برای خود بیابد اما نتوانست. دشمنی با میزبان را از همان لحظه خانم رئیس جمهور آغاز کرد. نتیجه اینکه خانم میزبان مجبور به فرار از مصر شد و پس از سقوط آقای مبارک توانست به کشور خود بازگردد. واقعی از خودمان به تعریفم. در خردسالی در یکی از مجله‌های هفتگی خواندم که میان اشرف پهلوی و حسین علا نخست وزیر وقت اختلاف افتاده. علت این بود که در مراسمی رسمی نخست وزیر برای مدت کمی دو قدم جلوتر از شاهزاده خانم راه رفته. این خانم که خود را با شعور و با فهم تصور می کرد و سطح عالی به حساب می آورد، در جلو و یا عقب راه رفتن قدر و منزلت خود را محدود ساخته و بر اساسش به خود اعتبار می داد. نافهم بود و بی توان از انجام رفتاری دیگر تا نشان دهد به پسر محمد علی علاء السلطنه نخست وزیر پیشین به مردی بزرگتر از خود احترام گذاشته و در عقبش راه رفته است. مرد 16 از سنجش و درک بزرگ منشی خالی بود. در چاه نادانی نمیتوانست رفتاری کند که سرمشقی برای دیگران باشد. این احساس جهت کسب برتری در فرد یعنی در زمینه شخصی را بحث نمی کنم. از شما تمنا دارم خود بیندیشید و دریابید چقدر این احساس خودبینی در هر یک از ما هست. تأثیرش چی و کدام است؟ پیرویش چه فایده ای دارد؟ چه سودی به صاحبش می رساند؟ احساس برتری عمومی را شناسایی کنیم. هنگام ملاقات و آشنایی با یک غیر ایرانی خواهان اظهار برتری خود هستیم. برتری را در امتیازهای کشوری، فرهنگی و شخصیتهای تاریخی و دانشمندانمان بیان می کنیم. اگر با یک هممیهن روبرو شدیم، این برتری را در همین مسائل ولی در محیط استان و شهرمان ادعا می کنیم. یعنی بر شرایط و وضع و از رقیب و مساحت ادعا مسائلی را مطرح می کنیم که در شعور خارج از ارادمان به شکل امتیاز و برتری به مغزمان تزریق شده. هرچی که شخص در بیشعوریش بیشتر احساس کمبودی کند، به همان درجه از مسائل افتخار آور عموم پسند بیشتر استفاده می نماید. همین شخص و یا اشخاص از خود نمی پرسند خوب داشتن این برتری ها در ما چه تغییر و یا تأثیری دارد؟ چه دردی را دوا می کنم؟ آیا آن شخص و یا اثر تاریخی را که موجب افتخار می دانیم خوب می شناسیم؟ آیا از تاریخش با اطلاعیم؟ آیا از تجربه هایش استفاده کرده ایم؟ عمل و عکس العمل فرد در این حالت فقط برای کسب امتیاز موقت و یک کار تو خالی بیهوده تصور فریبنده و موهوم است. ما فقط خواهان داشتن آرامش روانی شخصی و محدود هستیم بدون اینکه سطحی بودن خیش را درک کنیم. همه پادشاهان مایه افتخار ما اگر به دست مردم زمانشان می افتادن، مطمئن باشید با دستان خالی ملت سر به نیست می شدن. علت همانا بی‌عدالتی، نادانی از احوال رعیت و خودبینی آنهاست. دانشمندانی که ایرانی بودنشان را موجب مباهات می دانیم در گذشته و در زمان زندگی بدون استثناء مورد تعقیب و فراری بودند. اغلبشان عمر را در زندان و تبعید گذرانده و یا به خانه نشینی مجبور شده بودند. دانشمندان معاصر ما فرار کرده و مفت خارج فرستادیمشان. این عدم احترام به دانش یک موضوع اساسی و مهم است که هرگز حکمرانان به آن وقعی نگذاشتند. ادامه حکمرانیشان مهم است و نه درماندگی مردم. امورشان باید در اطراف هدف خودخواهی بچرخند. عموماً
ما به مسائل اساسی و مؤثر در زندگی و آیندهمان توجه نکرده و فقط به ظاهرسازی و پیروی از جریان عمومی بر روی این کره میچریم. خبر یک تصادف و ازدواج یک شخصیت عموم بیشتر توجه ما را جلب میکند در برابر خبر اختراعها و اکتشافها که زندگی من را تغییر میدهد بیتفاوت میگذریم. با خود بیندیشید و بعد پاسخ دهید کدام مهمتر از در زندگی عموم مردم است؟ نانوای سر خیابان و آبرسان به خانه، یا آن کس که یک آهنگ خوانده، یا شخصی که رقصی جدید نمایش داده؟ با اندیشیدن به این موضوع که چرا هنرمندان تفریحی بیش از دانشمندان و دیگر خدمتگزاران در اجتماع امروز از امتیاز عمومی برخوردار شده اند و ما دنبال روشان به وشوهش پرداخته و این مسائل را دریافتم که خدمتتان عرض می کنم. در همه تاریخ هنر پیشگان و خوانندگان و نمازندگان با آنکه طرفدار داشتند و برای رسیدن به سطح هنری بالا و مردم پسند زحمت می کشیدند در اجتماع بی ارزش و بی مقام و مورد احترام نبودند، مانند بقیه صاحبان حرفه و هنر. همه آثار باقی مانده به نام حکمرانان ثبت شده که دست هیچ کدامشان به یک آجر هم نخورده و سطری ننوشتند. حرفه تفریحی مانند دیگر حرفه ها به سود انسان است. آرامش روان جهت تحمل دردها و آسایش موقت مغز را موجب می شود. با این حال گردانندگانش به علت معیارهای دینی و مسائل حلال و حرام احترامی نداشتند. خواننده ها و هنرپیشه ها در میان همپیشه ها بزرگ شده و در محیط خودی می آمیزیدند. مردم از وصلت با آنان خودداری می کردند. اگر مردی خواستار یک زن هنرپیشه را می شد، این و رابطه و وصلت را مخفی نگه داشته و محرمانه دور از مردم نگه می داشت. بعد از جنگ جهانی اول دستندرکاران آمریکا همه مردم را سیاستگرای یافتند. اندیشه افتاده محدود ساختن و کنترل مغز عموم را هدف قرار دادند تا آنان را از سیاست و دخالت در امور دولتی دورشان سازند. مغز مردم و به خصوص جوانان نبانشات و با حماس میباید به مسائلی مشغول باشند که موجب دردسر نشوند. با طرح نقشه و اجرای گام به گامش سوء استفاده‌گری را پیش گرفتند. با ظهور سینما و ساده شدن چاپ و انتشار شخصیت‌های فعال در تفریح مردم را با تبلیغ بیش از اندازه بزرگ کردند. هنرمندان و شخصشان و حرفشان همه را در یک جا مورد سوء استفاده قرار دادند. اخبارشان را حکمرانان محور گفتگوی عمومی ساختند و با نامیدنشان به ستاره مورد توجه عموم قرارشان دادند تا چپاول عموم را ساده سازند. این حرفه آرام بخش انسان و مبتکرانش قربانی آزهای سلطه‌گران شدند، زیرا خودشان را همانطور که در داستان یوسف آمده ماه و خورشید می دانستند. نتیجه اکثریت از جریانهای روز نادان گشته و مردم در تله سلطه‌گران افتادند. بره کردن مردم ساده شد. ده ها مجله با انتشار اخبار پیشگران تفریح توجه مردم را جلب کردند. دانستن اخبار آنان موجب تنبلی و عدم خستگی مغز و مهمتر از آشنایی به اختراعها و اکتشافها و بحثهای دانش و مسائل سیاست و اداره اوضاع کشور قرار گرفت. مخترعین و مکتشفین که ممکن بود در امور دولت دخالت کنند توسط همان ماه‌ها و خورشیدها خریداری شده و با صنعتی کردن اندیشه هایشان بر ثروت، قدرت و نفوذ نیروی سلطه‌گر افزودند. سرانجام اغلب مردم در نادانی از آینده خود و کشورشان مشغول شنیدن، خواندن و دیدن اخبار و فعالیت‌های هنرمندان و ورزشکاران شدند. محدود ساختن مغز عموم هدف بود که دستیاب سلطه‌گر شد. ورزشکاران و اخبارشان به فعالان تفریح اضافه شدند. اغلب این مشهورهای دنیای هنر و ورزش ثروتمند شدند. طعمه ثروت دنبال روی از آنان را در فرهنگ عموم جایز و مورد قبول ساخت. ثروتمند شدن فعالان حرفه‌ای تفریح مسئله‌ای نبود، زیرا خواه و ناخواه ثروت فساد بار می آورد. با مراقبت از آنان در لحظه پادرازی از حدود گلیمی که برای هر کدامشون تعیین شده، مانند قهرمان تختی، هر صاحب قدرتی می تواند سر به نیستشان کند و یا با برملا کردن افتضاح‌هایشان به گوشه‌گیری مجبورشان سازند. این وضع در نیمه قرن بیستم در کشورهای عقب افتاده مانند ایران اجرایش آغاز شد. جوانان نبسیاری با تشویق و تحریک وسایل تبلیغاتی به جای کنجکاوی و آشنایی با اوضاع محیطشان
اخبار سازندگان تفریح را دنبال می کردند، از اخبار سیاسی و پیروی از دانش و دانشمندان دور شدند. تقلید از آنان را عادت ساخته و شخصیتشان را نمونه آینده خیش دانستند. به ویژه که مشغول بودن به تفریح و سازندگانش با دستگاه امنیت مشکل ساز نبود. وقتی به جای نرسیدند با تحریک عوامل مخالف رژیم ناامیدی اوضاع و آیندهشان را دریافتند. مغز عادت نکرده به کنجکاوی با چند گفتار عموم پسند تکراری قدیمی و وعده‌های خیالی مردم را در تله ملاها انداخت. مردم که در تعقیب اخبار فعالان تفریح روز را به شب می‌رساندند یا از شکل و اطوارشان تقلید می‌کردند یک لحظه نایستاده تا از خود بپرسند دانستن این اطلاعات و تقلید رفتار چه دردی را روا می‌کند، چه مشکلی را حل و یا ما را به کجا خواهد رساند. هنرمندان و علاقمندانشان تا حال در نیافتند که چگونه طعمه سلطه‌جویان و مورد سوء استفاده قرار گرفتند. فرض کنید مشهورترین خواننده دنیا هم میهن ما بود، یا ایران قهرمان اول همه ورزش‌های دنیا، مگر مشکل‌های روزانه حل می‌شوند؟ برزیل و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی و عقب بودن و خرابی اوضاعشان یک مثال زنده هستند. هنگام دیدن یکی از ستاره‌ها مردم با هیجان جیغ و فریاد می‌کشند. با تحمل فشار جمعیت جلو رفته و خواهان عکس‌برداری و گرفتن امضایشان هستند. با حضورشان در میان سربازان هنگام جنگ ساده‌تر آنان را به قربانی شدن می‌رانند، اما هنگام دیدار با دانشمندی که زندگیشان را تغییر داده و یا مخترعی که وضعشان را بهتر نموده هیجان انگیز نمی‌شوند. روانشان تغییری نیافته و چندان علاقه هم به دیدارش ندارند. این هیجان زدگی و روش نسبت به پیشگران تفریح عادتی شده که توسط دستگاه‌های تبلیغاتی و تقلید از دیگران به شعور عموم رفته و خارج از اراده عقل و پیروی از گلگری اجتماعی صورت می‌گیرد. آیا وصفی چنین از وضعمان درست نیست؟ آیا نمیتوان نتیجه گرفت که معیار این رفتارها در عقل ما تزریق شده و دست برد به عقل بشر و دارش و ادارهش توسط حکمرانان ساده تر گشته و توسط بیشعوری و بدون اختیار تقلید رفتار و گفتار و کردار میکنیم؟ یک نویسنده ایرانی که زمان شاه به خارج رفته بود پس از انقلاب به ایران بازگشت، در مقاله‌ای ملاحظه خود را نوشت که افراد معمولی در ایران سیاسی شدند. از راننده تاکسی که از فرودگاه او را برده و تمام کسانی که ملاقات کرده و راننده ای که او را به فرودگاه بازگردانده همه از سیاست سخن می‌گفتند. سردمداران ایران این حقیقت را دریافتند. سیاسی اندیشیدن عموم موجب نگرانی و دخالتشان را موجب می‌شود و مشکل ساز است. پس از پایان جنگ با عراق برنامه‌ها تغییر یافت. دور کردن عموم از سیاست روش و هدف شد. هنرمندان و ورزشکاران در وسایل تبلیغاتی جایی پیدا کردند و مردم بیشعوری گذشتشان را بازستانده و به دنبال اخبارشان رفتند. در این وقت با تشویق عبادت و رفتن به مسجد حسینیه و دنبال روی از ماه و خورشید و ترساندن از آخرت و عذاب جهنم، مغز مردم را گرو افسار حکمرانان قرار دادند تا هر وقت خواستند و اراده کردند جهت برآوردن هدف‌های حکمران قدرت تحریک بی اندیشان را در دست داشته باشند. به بهانه وظیفه دینی و رستگاری به خیابان‌ها بریزند و یا برای انتخابات در صف بکشند. ایجاد گرایش دوسوی در یک انسان عملی شد. یک زرنگی زائیده عمامه بر سر نهادن و ریش گذاشتن و قبا و عبا بر تن کردن. هر جور باشد مردم نباید از حدود بره بودن و اطاعت بدون و چرا خارج شوند. حکمرانان تصمیمشان گرفتند. معترضین هرچه میخواهند بگویند، گفتار عقل بشر تقدیم کنند، بنالند و سر به هر دیواری مایلند بکوبند. به جهنم، به درک، زندان و چوبه دار در انتظارشان است. همگی ما هنرمندان و ورزشکان بره ایم، وسیله‌ای هستیم که چوپان را در مقامش می نگه داریم. از سکهای گله من فرمان می بریم، بی اختیار زیر چاقوی قصابش گردن می نهیم. اگر در این گله خود را همراه ما نمی بینید لطفاً مطلع من سازید
راه نمایی من کنید، شاید شما ماه و خورشید ما باشید. ممنونم از این دوستمون. بله خیلی چیزایی که شما میگین، چون ایشون خواسته که ما نظر بگیم بدیم، شما هم نظر بدیم، خیلی از این چیزایی که شما میگید درسته، ولی باز میرسیم به جایی که بعد از این همه تحقیق، این همه مطالعه چه باید کرد؟ اگر من نباید بره باشم، به اصطلاح از سگ گله بترسم، روزی که قراره بریم سلاخ خونه چاقو بذارم به گردنمون، چه باید کرد؟ البته میدونید که اگر حتی بره ها و اینا هم در برن و بذارید من این پلیر 4 رو خاموش کنم دیگه پیامی ندارم برای امروز، ببخشید. بله توی این موقعی که دوستمون صحبت میکرد، آقای ترابی نوشته بود آقای سربی امروز نور زیاده، رفتیم این کتمون رو پوشیدیم که نور کمتر بشه، اینم تنظیمات ماه. اتفاقا درست در رابطه با همون صحبتهای اون دوستمون شد. حالا اون موقعی که من راجع به نمیدونم منشی صحنه و فلور دیرکتور یا اینها صحبت میکردم، راجب به نور یادم رفت. حالا متخصص صدا که تو اون اتاق میشینه بغل دست کارگردان تکنیکال، نمیدونم اونی که این حروف رو مینویسه این زیر سی جی اپریشن یا هم چیزی، کامپیوتر گرافیک اپریدور یا هم چیزی، این ماجرای نور، یه مهمون میاد مثلا مال شمالش ایرانه سفیده، یه مهمون میاد مال جنوبه مال بندرعباس سیاهه، وقتی اینا میشینن اون نور پرداز از اونجا این نورها رو هم تنظیم میکنه. دیدید وقتی تو سقف استودیو رو نشون میدن 100 تا چراغ اونجاست، این لزوماً قرار نیست همش روشن باشه موقع برنامه، اینا رو بر اساس مهمونی که نشسته اون سابجکتی که میخوان نشون بدن نور رو کم زیاد میکنن. مال ما فعلا باید بگیم چی؟ کاچی بهتر از هیچیه. دوستان عزیز، براتون از آقای اسفندیار منفردزاده گفتم و اینکه متاسفانه تو یکی دو تا مصاحبه پریسا ساعدی دیدم که ایشون میگه که اون اختناق خوب و اینها، بعد برای ایشون نوشتم. میدونید من یکی از مشکلات نه، بهش افتخارم میکنم، بله مشکل هست، چون به خاطر این مشکل پول از دست میدم، دوستانم هم حتی به دشمن تبدیل میشن، ولی اب نداره، ولی حرفمو میزنم راحت میخوابم. ببینید من نشتم دوست گرامی برای آقای منفردزاده، همون دوره اختناق خوب بود که آخوندها را بله همون دوره اختناق خوب بود که آخوندها را به جون ملت انداخت. به نظر میاد شما هم لس آنجلس، باورتون میشه نوشته خودم رو که یک ساعت پیش فرستادم، ساعت یک بعد از ظهر فرستادم، حالا میخوام بخونم، برام مشکله. اینه که بعضیا یه چیزی رو میفرستن میگم اگه خودشون با صدای خودشون باشه خیلی بهتره تا من بخوام بخونم بفهمم تو مغز ایشون چی گذاشته. دوست گرامی آقای اسفندیار منفردزاده، همون دوره اختناق خوب بود که آخوندها را به جون ملت انداخت. به نظر میاد شما هم لس آنجلسی شدید و مجبور هستید شرافت و وجدان را زیر پا بگذارید تا شاه اللهی ها شما را تشویق کنند و در دایره حماقت خودشان نگه دارند. کفن دزدی بد بوده و هست، حالا چه شاه که فقط کفن دزدید، چه شیخ که به قبر پدرمان هم رید. ویدیو را هم براشون فرستادم. ببینید ایشون ور نداشته فوش بده، ایشون ور نداشته کم محلی کنه بگه جواب احمقان خاموشیه، نوشته دوران خوش اختناق. خب این باید از شما بپرسه آقا یعنی چی؟ یعنی اگه شما جوونی میری خوش میگذرونی، بعد میگیرن میندازنت هم زندان، بعد که حالا میاد خارج صحبت میکنی، بعد اون زندان رفتن رو بگی ای بابا حالا دو روزم رفتیم زندان 4 تا دوست پیدا کردیم، 4 تا کارم بعدن چیز شد، اصلا یک کردیت و اعتباری تو جامعه پیدا کردیم. آقای اسفندیار منفردزاده زندان رفته، داریوش زندان رفته، فلانی زندان رفته، اینجا الان اینجوری شده دیگه، تو ایران هم اینجوری شده، هر کی میره زندان بعد که میاد شعر میخونه میگن آقا این زندان بوده. خب بوده که بوده. اتفاقا دیدم این آقای امید دانا و یکی دیگه از همون همسلولیاش داشتن میگفتن که برادر آقای منصور اوسانلو، افشین اوسانلو اگه اشتباه نکنم، اینا میگفتن میرفتیم تو تخت خوابش
مواد میکشیدیم. اولا ببینید زندانای جمهوری اسلامی چقدر راحت قرص و مواد و اینا رو میفرسته داخل، بعدم امید دانا و نمیدونم آقای روح الله فلان و اینا رو میفرسته خارج و چه سیستمی رو راه انداخته. برای امید، برای آقای منصور اسانلو نوشتم، آقا اینا میگن برادر شما تو زندان به اصطلاح یه جایی رو درست کرده بوده برای خودش، مواد و قرص و اینا، طرز تزریق، طرز جوشوندن قرص و اینا رو به هم یاد میدادن. در صورت نوشته که استاد با دوران خوب تفاوت بسیار بسیار است. میگن دوران خوش اختناق با دوران خوب تفاوت بسیار دارد. منم برای ایشون گفتم، چون در برنامه گفته بودم راجع به شما که تعجب کردم آقای اسفندیار منفردزاده یکی از اینایی که معمولا به نظر میاد که با وجودی که طرف خودش رو میگه بیان میکنه، حاضر هست چند قدمی هم این ور بره از این ور که اینا میبینن بگه، چند قدمی هم اون ور بره از اون ور که اونا میبینن و قبول کنه، یعنی گوش کنه اقلا، اگه قبول هم نمیکنه. ولی این که بگیم دوران خوش اختناق بعد حالا بهش بگیم با دوران خوب فرق میکنه، شما لطف کنید برای ما تفاوتشو بگید، یا پیام بذارید یا ایمیل بفرستید یا مهمان برنامه باشید. قبلا هم چند بار مهمان برنامه بودید. از شما بسیار ممنون و متشکرم. دوستان عزیز، ساعت 3:25 است. من یه بار تو برنامه گفته بودم که تیک آوت توی ایران چی میشه. یه دوستی نوشته بود بهش میگن بردار و ببر. شما خوراک ارده میدید، طرف میگه دیلیور، میخوای برات بیاریم، شما میگی نه میام ور میدارم، تیک آوت یعنی من میگیرم میبرم بیرون. اونجا تو ایران مثل که میگن بردار و ببر، چون دیلیوری رم میگن در به در، یعنی از در مغازه شون تا در منزل شما. و اما اجازه بدید من یه عکس نون بربری هم به شما نشون بدم. این آقای احمد آقا رو از فلوریدا باید دعوت کنیم که بیاد دو سه روز اینجا و تمام این دو سه روز وایس نون بربری بپزه، ما همه یکی یکی کات کنیم بذاریم توی یخچال. ببینید داشتمش اینجا هم بوده، حالا هرچی میگردم پیداش نمیکنم. بذارید تو قسمت جستجو بگردم ببینم پیدا میکنم بربری. میدونید که دیجی هم داریم، دیجی بربری اگه اشتباه نکنم. بله این کامرای 3 ببینید و شما هم مثل من حسرت ببرید. البته تشکر میکنم از آقای بهرامی از اینجا که رفتن، فردای اون روز از نیویورک 5 تا نون بربری برای من فرستادن که اگر میبینید من یک کمی الان چاق و توپر شدم، دلیلش همینه. و خیلی هم خوبه دیگه، وقتی آدم بیشتر میخوره بیشتر عادت میکنه که از همون نون باشه. و سعید اون روز نوشته بود که سوربی به نظر میرسه که من باید اینجا که این همه نونوایی و نون بربری و نون ارمنی و نون سنگک و اینا هست، نون بخرم بفرستم اونجا. گفتم من و تو که از معلمی به جای نرسیدیم، بلکه از نون فروشی به جای برسیم. و اما این هم عکس بربری رو نشون بهتون دادم، زلزله فری. ما همینجوری که از بدی و مشکلات دوستان میگیم، اجازه بدید از اینکه تو جامعهمون انسان‌های باشرف، و حالا شما میخوای بگی با خدا بگو با خدا، من میگم با شرف، او یکی میخواد بگی با وجدان بگی با وجدان، مهم اینه که اینا هستن، من و شما باید ازشون قدردانی کنیم. اجازه بدید من از شخصی که به نام نوری اینجا اینو نوشته و امیدوارم قلابی نباشه تشکر کنم. توجه مهم. قبل از هر چیز تسلیت عرض میکنم خدمت تمام همشهریان عزیزم و از خداوند متعال خواهان صبر و شکیبایی برای این عزیزم. این جمله درست نیست عزیز من. وقتی میگی از خداوند متعال خواهان صبر و شکیبایی دیگه راه نمیخواد. برای این عزیزان خواهانم اصلا اوکی. اسکانی با ظرفیت 1000 نفر واقع در روستایی توابع کرمانشاه کاملا امن و رایگان در اختیار مردم بزرگوار شهرستانهای زلزله‌زده کرمانشاه قرار می دهیم. دوستان خواهش می کنم این متن را در تمام گروه ها و کانال هاتون قرار بدید. بنده ملکی در اطراف کرمانشاه دارم که حدود 2000 متر بنا داره.
دارای آب، برق و سیستم گرمایشی هست. حالا 2000 متر مربع بنا 1000 نفر میتونن توی زندگی کنن؟ 2 متر مربع برای هر کسی؟ اوکی. دارای آب و برق و سیستم گرمایشی هست. دوستانی که نیاز دارن ما در خدمتشون بدون هیچ وجهی باشیم. نشتیم. دوستانی که نیاز دارن ما در خدمتشون بدون هیچ وجهی هستیم و تا زمانی که دوست داشته باشن میتونن در این مکان زندگی کنن. حالا دوستان، من از شما خواهش میکنم این شماره تلفنی که این پایین نشون میدم، اگر در ایران هستید، اگر جای هستید تلفن‌های مجانی دارید، حالا مگه تازه تلفن مجانی هم نباشه چند میشه، به این تلفن‌ها زنگ بزنید. اگه همچین چیزی حقیقت داره ازشون تشکر کنید. 0919 585 0150. کاش این شماره رو با فاصله می‌نوشتین که خوندنش بهتر بشه. این من نمیدونم این صفر که شما نوشتین مال ایرانه، مال آمریکان، مال کجا. من حتی شماره تلفن آمریکا برای دوستان آمریکایی که می‌نویسم، می‌بینید حتی اینجا براتون می‌نویسم USA، که بدونی این شماره تلفن مال آمریکاست. 0919 585 0150، 0930 32 26 519 0937 127 323 83. و امیدوارم که این خبر درست باشه. ببین آقای ترشیزی، من به عنوان تهیه کننده برنامه این خبر رو آمدم دیدم گذاشتم توی این کاغذا، حالا خودم باز به عنوان مجری برنامه اینا رو میگم. صحت و سقمش به شماست، صحت و سقم اینا به شماست. شما که این همه رادیو تلویزیون نگاه میکنی دیدی که پایینش، آخرش، اولش می‌نویسی که این چیزایی که اینا میگن ما درستی و غلطیش و اینا رو به عهده نمیگیریم. حتی تبلیغ که میکنه میگه این چیزایی که بهتون گفتیم، این قیمتا گارانتی نیست و هر کدومش یه جایی یه قیمتیه. ما یه فروشگاه اینجا داریم، شیر دوستان یه گالون شیر رو میده 97 سنت. اصلا از آب ارزان‌تر، 4 دلار، 3.5 دلار، 2.60 دلار، بستگی به سل و حراج اینا داره. بعد همین فروشگاه نزدیک منزل مادر من میده 2.69. نمیخوای؟ برو سوار ماشین باشو 15 دلار خرج کن، برو بیا بخر 70-97 سنت. اینجا آمریکاست، اینجا اتاق اصناف نیست به همه بگی شامپوی دارمو 20 ریال. اون بدبختی که تو خیابون زند و پهلوی باید اون کرایه‌های بالا رو میداد 20 ریال، اونی هم که بغل خونه خودمون یه آقای کارمند بریجستون، کارگر بریجستون بود، گاراژشو ماشینشو گذاشته تو خیابون، در گاراژشو باز میکرد، میز و میجلاس جلوش، یه مشتی شامپو اینا میزاش برای کسایی که دیر وقت میخواستن چی بخرن. خب اون اگه میداد 2 تومن سود میبرد، نه اجاره‌ای، نه اوورهدی، نه شاگردی، نه بیمه‌ای، نه مالیاتی. این حماقت در زمان شاه انجام شد. از این احمقانه تر در زمان خمینی آمدن شلاق زدن به گرون فروشا. در صورتی که ما توی زبان فارسی ضرب المثل داریم، سزای گران فروشان نخریدن است. اینجا این کار میشه، یکی که گرون میفروشه اش نمیخرن، پدرش در میاد. والله اوکی. فریاد 2020، حتما شنیدید که جنبشا چپ و راست از این ور و اون ور میاد. حالا جدیدترینش این یکیه که آقای چمنارا اگه برنامه رو داری نگاه میکنی، یکی از دوستان چون با شما صحبت کردیم گله کرد که همین آقای چمنارا چون من ازش انتقاد کردم به من گفته که تو آخوند و ملا هستی و الی آخر. بذارید من اینا رو پاک کنم و ببینم اون فریاد رو کجا گذاشتم تا با هم فریاد بزنیم. بعضی از این جنبش ها خیلی جالبه و بله نگاه کنید دوستان، فریاد اعتراض. یادتونه که توی انقلاب یه جایش دیگه رسید به یه قسمتی که میگفتن بریم پشت بام و فریاد بزنید الله اکبر و مردم هم رفتن، درسته؟ بعد اون ازهاری هم فردا اومد گفت که اینا نوار میذارن و مردم انقدر نیستن. بعد فردا مردم اومدن تو خیابون، شعار این بود که ازهاری بیچاره بازم میگی نواره؟ نوار که پا نداره،
ببینید، یعنی هیچ کس بلد نبود چگونه مردم رو آروم کنه. همه مثل ترامپ میبینید، دیروز تا حالا با یه بسکتبالیست، این بسکتبالیست دیوونه است، این کسیه که دنبال سر صدا میگرده، این ترامپ هم افتاده تو دامش. البته میگن نه، ترامپ نیفتاده تو دامش، ترامپ از خداشه که این کار کرده. ترامپ هم هی جواب بده به اصطلاح نظر من و شما رو یا توجه من و شما رو از ماجرای روسیه، انتخابات، از ماجرایی که تمام چیزایی که گفته، قولایی که گفته تا حالا یه دونش هم عمل نکرده برگردونیم. حالا بدبختی اینجاست که مجاهدین امیدشون به ترامپه. بیان تو این فریاد اعتراض دوستان نگاه کنید، فریاد اعتراض هر شب 9 تا 9:30 از بامها، آگوست 24، 2020، یعنی الان 2017 است، 3 سال دیگه صبر کنید. بعد نوشته at 6 PM invited by نازنین ایران منش. حالا برین توی فیسبوک خانم نازنین ایران منش که احتمالاً هم اسمش قلابیه، هم فامیلیش قلابیه، هم عکسی که گذاشته قلابیه، ببینید. بعد بهش بگید که خب خانم، اولا این به وقت کجا، بعد چه کسایی برن فریاد بزنن، بعد فریاد که میزنن بگن چی، بگن چی، مثلا با صدای بلند بگن ما مریم رو میخوایم، ما رجوی رو میخوایم، ما شازده رو میخوایم، چی بگن. شما چه کاره هستین که این کار انجام بدین؟ اینو داشته باشین. یه چیزی آقای آریانپور برای من فرستاده، خیلی جالبه. یه نفر دیگه از این جنبشا میتونیم بگیم به تعداد کامپیوترهایی که داریم و آدمای بیکاری که داریم جنبش داریم، یعنی اصلا نگران کمبود جنبش نباشید. آقای آریانپور اینجا نوشته که، البته این در یه رابطه دیگه است، نوشته فقط همین رو کم داشتیم. یادتونه بازرگان یه دفعه اومد توی مجلس، یه آخوندی بهش یه چیزی گفت، بعد بازرگان گفت کسی که به ما یکم ساکت کرد، ساکت شد، گفت کلاغ، که همه دیگه میدونستن که کسی که با ما نریده بود کلاغ کم دریده بود. حالا این ماجرای پاکستان شده. هنگامی که ایرانیان خودفروش و مزدور خارجی آرزویشان حمله آمریکا و اسرائیل و عربستان به ایران و نابودی آن است، دیگر ما چه انتظاری از پاکستان که در رأس کشورهای پشتیبان و تربیت تروریسم در جهان است میتوانیم داشته باشیم. یه ویدیویی هست یا یه عکسیه، اجازه بدید. بله، نوشته که فرمانده پاکستان در دفاع از عربستان گفت ایران را از روی نقشه حذف میکنیم. حالا دلیلش چیه دوستان؟ این مدرسه های اسلامی توی پاکستان این عربستان مخارجش رو میده. این مدرسه های چیه؟ حالا یادم هم رفته. یه دین به خصوص اینا دارن، مذهب به خصوص. بله، فرمانده پاکستان، حالا این احمدی نژاد احمق میگه ما میخوایم عربستان به اصطلاح اسرائیل رو از صحنه روزگار پاک کنیم، پاکستان میخواد ایران رو از صفحه روزگار پاک کنه. و یه فیلم داکیومنتری یا مستند امروز میدیدم راجع به فرهنگ سومارها. من اول فکر کردم این یه فیلمی بود اون وقتا، سودوم اند گومور، سودوم گومورای هم چیزی، فکر کردم اونه. میگه چرا فرهنگ سومار رو تو هیچ تاریخی درس ندادن؟ آقا یک چیزای خانم، یک چیزایی میگه که اصلا مغزت سود میکشه که میفهمی چرا آمریکا و روسیه و اروپا و اینها به این قسمت به اصطلاح میدل ایست و اون قسمت اینقدر توجه دارن. اینم از این ماجرا. و اما آقای علی ترابی نوشته سوربی به نوه من در آمریکا که مدرسه میره یا کجا دبستان میره یا چی، بذار ببینم، نوشته که بله، مبارزه با چپ و راست من مستقیما کمک به ادامه حکومت از زمان مبارزه با همدیگر پس از استقرار آزادی سیاسی است. ممنونم دوستان. یکی از افتخارات من اینه که آقای اسفندیار منفردزاده بیننده برنامه است از روی فیسبوک. ببخشید که تصویر بده، بعدا توی یوتیوب تصویر بهتر خواهد بود. آقای منفردزاده خیلی عالی حرف میزنن. آقای شازده هم میگه که الان وقت این نیست، بذارید ببینیم. ولی بعد مردم میگن آقا این کلاه یه بار سرمون رفته، یه بار همه گفتن همه با هم که رفتیم، بعد که گفتیم این گو خفه 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 خفه، حالا میگن بهتر ما ببینیم آقا همه با هم شما کجا داری میری، من بیام باهات یا نیام.
در این باره با هم صحبت میکنیم. هر وقت دوست داشتید مهمون برنامه من بشید، از یکی دو روز قبلش که به اصطلاح به من اطلاع بدین من در خدمتتون هستم و پیشاپیش هم تشکر میکنم. بله، من به نظرم خیلی عجیب اومد آقای منفردزاده که شما به خانم پریسا ساعدی گفتید اون دوران حالا یا خوش اختناق یا خوب اختناق، چون من فکر میکردم شما میدونید که این آخوندا فرزندان خلف رژیم شاه هستن، این آخوندا فرزندان به اصطلاح اداپت شده خانم فرح پهلوی هستن، این تعداد مسجدایی که اونجوری زیاد شد و هیچ دانشجویی نمیتونست حرف بزنه مگر اینکه بره مذهبی بشه، یعنی شاه از ترس کمونیستی که اصلا قدرت نداشت فقط بادش کرده بودن، به جایی که سوزن بزنه به اون کمونیست اومد جوونا رو فرستاد توی دامن و توی آغوش آخوندا و این شد که میبینیم امروز. و امروز ما نباید بیایم بگیم این درست، من این مثال رو بارها زدم، اگه اشتباه میکنم بفرمایید، اگه بنده پدری داشته باشم عرق‌خور قمارباز هر وقت میاد خونه مادرمو بزنه، اگه ما هم حرف زدیم مارم بزن، مادرمون از این وضعیت خسته میشه، هی ما هم بهش میگیم آخه این چیه دیگه ول کن، فلانی هم طلاق گرفته الان رفته بیچاره طلاق میگیره، خب تو ایران هم میگه مجبورم برم یه شوهر کنم که بچه‌ها نون و خوراک داشته باشن، یه شوهری میگیره چشمت روز بعد نبینه، این شوهر ننه ما اون جوکه بود چه فکرا میکردیم چه ها که شد. البته اون برای این بود که میگفت مادرمون میمیره بابامون میره زن جوون میگیره، اون چه جوکایی میساختن. در هر صورت این آقای اینو برای آقای علی ترابی گفتم، گفت آقا شما راست میگی، ما باید به پدرمون ناسزا بگیم، پدر ما آدم بدی بوده که ما را انداخته تو دست این ناپدری بدتر، ولی به دلیل اینکه امروز دست ناپدری بدتر هستیم بابامون خوب نیست، بابامون خوب نبوده، باید همیشه بگیم شاه بد بود خمینی بدتر، شاه بد بود خمینی بدتر، و الا اگه بگیم اون خوب بود حالا شازدم میاد میگه حالا من 62 میلیونم داشتم اشتباه کردم پولا رو باختم، شما هم برید دیگه آخرینشو دیدید دیگه، گفت من در تظاهرات مردم دخالت نمیکنم، مردم تصمیم میگیرم، بنده به این آقا دیدگاه کردم تو چشمش میگم آقا اگه مردم گفتن ما میخوایم تو بشی آیت الله امامه بذارن سرت قبول میکنی؟ پس دروغ میگی که هرچی مردم گفتن من انجام میدم، اگه مردم گفتن تو هر کاری انجام دادی شکست خوردی بیا یه مدتی بشو بابای مدرسه حیاتو جارو کن، میای دروغ میگی نمیای، پس چون نمیای بیا بگو میخوای چیکار کنی و مردم میان دنبالت یا نمیای. دست ممنون ممنون ممنون، متشکرم. فریاد 2020 ثبت کنید تا این خانم کی بود نازنین چیز برین دنبال سرش فریاد کنید، ولی هنوز دنبال اون جنبش دیگه هم هستم، چون آقای آریانپور خیلی یه نفر دیگه اومده عکس صدام حسین رو که اون ماموری که تناب انداخته گردنش و اینها عوض کرده، عکس خامنه ای رو گذاشته جاش، خب فتوشاپ قشنگیه باریکالله دست درد نکنه. بعد من نوشتم که شما فکر میکنید با اعدام کردن این آخوند ایران درست میشه؟ اون به اصطلاح اون منطقه روی صلح و آرامش و اینها رو میبینه و از همه اونها مهمتر، دوستان فکر میکنید با اعدام کردن خامنه ای نمیدونم 70 چند ساله چلاق یک دست و یک پا ما مردم درست میشیم؟ اگه نمیشیم پس دنبال اعدام این و اعدام و اون نباشیم، دنبال درست کردن خودمون باشیم، از خودمون، از خونمون، از کوچمون، از خیابونمون، اون وقت دنیا درست میشه. صحبتایی که این دوست ما تو قسمت 29 برنامه عقل کرد نمیدونم دقت میکنید یا نه، قشنگ گفت، گفت اگه امروز بگیم این مملکت اون مملکت به آمریکایی تو میرسیم پوز بدیم بگیم ما فرهنگ فلان داریم که همش هم دروغه، برید بخونید 5000 سال 3000 سال قبل از اصلا تولد عیسی مسیح این اینکا مال پرو اینا یا مال کشورهای دیگه یا اون مایا مال مکزیک اینا ببینید چی داشتن، اصلا شکلایی که کشیده میگه آقا اینا اصلا اگزاز کشیده برای ماشینایی که میرن هوا، اون چیزی که کشیده میگن دوتا گله، میگه این بابا گل نیست، نگاه کنید به هواپیماهایی که پره داره، این پرهای هواپیماست و اونم که فکر میکنید زنبوره زنبور نیست، اون اتاق کابین میگیم دیگه به اصطلاح کابین هواپیماست. بله
حالا آقای تیمسار آریانپور هم اینجوری نوشته: با کشتن این همه انسان در طول تاریخ 100 ساله کشورمان، چه فرقی در وضع کشور ما از لحاظ اخلاقی، اجتماعی و حقوق بشری رخ داد که حالا فکر میکنیم با کشتن یک آخوند همه چیز درست خواهد شد؟ مطمئن باشید تغییری حاصل نخواهد شد، چون عاملین اصلی همه این نابسامانی ها اکثریت ملت ایران و همه خرابکاری ها و چپاول ها و جنایات را همیشه رهبران ما با برخورداری از همکاری بی دریغ، یعنی ما شریک جرمیم باریکندا، با برخورداری از همکاری بی دریغ همین ملت به انجام رساندن. آیا رضا شاه با دست خود کسی را نابود کرد و بالغ بر 5000 املاک نمونه کشور را از دست مالکانشان گرفته به نام خود کرد، و یا خمینی کسی را کشت و یا خلخالی، محمدی و دیگران این کارها را انجام دادند؟ میخواهم پیشنهاد کنم که اگر خوانندگان تلویزیون مردم که ادعا میکنند وطنشان را دوست دارند، کلاهشان را قاضی کرده و یک بار در زندگی خود تصمیم بگیرد خود روان پزشکی کرده و دورانی که به سن قانونی رسیدند بیایند با روز شمار واقعی آنچه کار خوب در زندگی خود کرده اند بر روی کاغذ بیاورند. البته منظورم ذکر وظایفی که هنگامی که در بخش دولتی و یا بخش سیویل با دریافت حقوق و مزایا انجام داده اند نیست، بلکه خدماتی است که بدون چشم داشت و بدون دریافت پول و امتیاز و مدال و نقره و نشان و غیره انجام دادند، و سپس خودشان قضاوت کنند که برای بهبود وضع نابسامان کشورشان نه تنها خدمتی نکردند، بلکه چون زالو در حدی که قادر بودند خون ملت را مکیدند. هر زمان من و شما تبدیل به یک انسان واقعی شدیم، در آن زمان نیز در مسیر شکوفایی قرار خواهیم گرفت. و راجع به مملکتم گفتن، من هنوز دنبال اون نوشته هستم که دعوت میکنه بریم راهپیمایی و سرتونو بکنید تو کیسه توی این پاکتای میوه و اینها. بعد آقای آریانپور نوشته که من از شما عذر میخوام، من توی آمریکا هستم، آیا منم باید سرم رو توی این پاکت ها انجام بدم؟ البته سوال خوبی کردید، شما منو یاد تظاهراتی که در لس آنجلس میذاشتن میندازید. خیلی ها میمدن پاکت سرشون بود، معلوم بود اینا یا ساواکی هستن که حقوق ساواکی میگیرن، یا افرادی هستن که حقوق بازنشستگیشون از ایران میگیرن، احتمالا خونهشون هم دادن اجاره، و اینا کسایی هستن که امروز میان اینجا این پاکت رو به سر میکنن که بعدش هم برن یه چلو کبابی بخورن، دو هفته بعدم میرن ایران حقوقشون رو بگیرن و برگردن بیان. تعدادشون کم شده چون از بین رفتن. و اما آقای علی ترابی گفته بود که من نوام در مدرسه، بله اجازه بدید، تو شهر ما به نوه من نهار گرم مجانی میدهند، تمام مخارج کتاب و وسایل آموزش مجانی. کاملا درسته، یکی از دلیلاش اینه که حتی اگه تو شهر شما از شهروندهای معمولی پول میگیرن روزی 3 دلار برای خوراک بچه‌ها، شما به دلیل اینکه رفیوجی یا پناهنده آمدید، به دلیل اینکه فعلا یا کلیسا داره از شما تیکر میکنه، اسپانسرتون شده و اینها، یه بودجه ای تا 18 ماه اگه اشتباه نکنم این مخارجتون رو میده. شما الان فکر کنم بهترین بیمه رو داری، یعنی بیمه ای که شما داره من و همسرم که 60 سال اینجا جمعش 30 سال کار کردیم نداریم، با وجود که ما 1000 خورده هم داریم پول بیمه میدیم. والا همین 2 هفته پیش یادتونه گفتم از این دکتر به اون دکتر 700 800 دلار فقط سهم من شد، تازه حالا این میگه شما 20%شو میدی. البته دروغ میگن، این پدر سوخته بیمه ها قراردادای میبندن با شرکتای با دکترا و اینها، مثلا دکتره اگه شما بری بهت میگه 3000 دلار، ولی بیمه که میره از اونها 1000 دلار میگیره. به خاطر چی؟ بالک ریت بهشون میدن، چاکی. در هر صورت یادتونه دوستان وقتی تونس اون بهار سبز و کشور تونس اون بهار سبز و اجیبت مصر و لیبی و اینها این بهار سبز را افتادن، همه ای برمی داشتن چرا تونس ما نتونستیم. دوستان توی لیبی بازار برده فروشی را افتاده، قرن 21
کشوری که خانم هیلری کلینتون خندید و رفتیم دیدیم کشتیم اومدیم. اینو دیدید ویدیوشو؟ برید بزنید تایپ کنید گوگل، بعد بنویسید هیلری کلینتون وی ونت وی سی وی سا وی کیلد، بعدم 4-5 نفر از خودشونیا کشته شدن که پشت این کشته شدن یه ماجرای خیلی بزرگیه، هنوز به اصطلاح معلوم نشده و ریپابلیکن ها هم میگن که این به این سادگی نبوده. اینا اصلا چرا از اون تریپولی برن توی بنغازی؟ بنغازی بمانه توی لیبی بازار برد فروشی را افتاده. یعنی ببینید بشریت به کجا داره میره. اون وقت من و شما هنوز نشستیم، اتفاقا برای آقای امیر فتانت نوشتم آقا بالاخره کی لو داده، شما یا خانم شکوه میرزادگی؟ آقا همون آقای اسفندیار منفردزاده درست میگه، من لو دادم، من دیگه ول کردم، ول کنید دیگه شما. هم گفتیم چشم. خانم شکوه میرزادگی میگه که نه، من وقتی بردن تو اتاق بازجویی و اینا صدای اونا رو پخش کردن و من دیگه چیزی نبوده که لو بدم. البته اینا هم یکی یکی طی زمان حرفاشون عوض شده. و آقای اسفندیار منفردزاده یه چیز خیلی قشنگی گفت دوستان که من اصلا تا 5 دقیقه فکر میکردم که چرا ما به همچین چیزی فکر نمیکنیم. گفت که نگاه کنی اگه یه نفر به زور و ضرب و شتم و شکنجه اقرار ازش بگیرن که من این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، ما وقتی میاد بیرون و میگه آقا اینا رو به زور شکنجه از من گرفتن، میگیم نه آقا تو خود فروش کردی، تواب شدی، اون موقع درست گفتی که اون کارا رو کردی، بعدش فلان. بعد میگه که گل سرخی اگر دولت شاه نکشته بودش اولا قهرمان نمیشد، بعد بیچاره و بدبخت میشد، هر روز ما مردم تو خیابون میکشتیمش، چون بهش همینو میگفتیم. خود منم همینو درباره رجبی هم گفتم، چطور تمام همردیفات کشته شدن، اعدام شدن، ولی و تو اینجوری سر ما رو گنده آمدی بیرون. دیگه باید بگیم درستش وقتی چی میگم. ایشون میگه که ما مردم اون وقت ازش میپرسیم آقای گلسرخی چی شد؟ دیگران کشته شدن ولی شما آزاد شدی اومدی بیرون. اینم مشکلیه که چجوری باید حلش کنیم من نمیدونم، باید به افرادی که بیشتر بلدن، بیشتر دانش دارن به اصطلاح توجه کنید و برنامه‌های بیشتری رو ببینید، مقالات بیشتری بخونید، کتابای مختلفی بخونید تا از بین همه اینها بهترین رو انتخاب کنید. البته با پرسش آخری اینه که آیا اینا کمکی به ما میکنه؟ بله، کمکش اینه که اگر یک کسی آمد گفت آقا فعلا دعوا نکنیم با هم، بریم با آخوندها دعوا کنیم، اقلا شما جوابش بلدی آقا یه بار این کار شد، نتیجهش این شد، این بار اگه با هم دعوا نکنیم، دعوایی نداریم، میپرسیم. شما اگه برنامه ای دارید چرا میترسید پاسخ بدید؟ برای آقای عرفانی نوشتم، نوشتم آقای عرفانی واقعا خجالت نمیکشی؟ تو دکتر مملکت ما هستی، میای میشینی اینجا، اولا اونم مثل من تمام رادیو تلویزیون و تمام برنامه های دیگر رو میبره زیر سوال، میگه آقا این برنامه که گذاشتی که معنویه، این یکی که گذاشتی فرهنگیه، این یکی که گذاشتی تاریخیه. خب آقا شما برنامه که گذاشتی چیه؟ سیاسیه؟ انقلابیه؟ مرد حسابی؟ آمدی یه تلویزیونی باز کردی به قول سکوی احمق یه تلویزیون دوزاری باز کردی، اینم حالا یا فرهاد پارسی بوده یا هر کی، چون فرهاد پارسی خودش به من گفت به شما و دکتر افتخاری کمک میکنه، حتی به من گفت میخوای با اینا کار کنی؟ گفتم مسئله خواستن نیست، من اینجا اینو باز کردم، هر کی من باورتون میشه برای دوستانی که رادیو تلویزیونای بشکن و بالا بندازم دارم، گفتم که اگه خواستید میتونید تلویزیون مردم رو به عنوان این رسم سیستر استیشن استفاده کنید. الان میدونید مثلا آقای نیلیمونادی 30 سال خودش تنهایی کار کرد، دید آقا دیگه تا کی باید این پیرن یقه چی بهش میگن یقه گرد رو بپوشه، تابستون و زمستون ماشاءالله این بولیزای یقه 3 سانتی رو با کت میپوشه، آخرش رفت زیر پرچمی که علیرضا نوریزاده، حالا نمیدونه آقای شاهین پر و این و اون و چهار تا هم جمع میکنه، اون شغلشه، بیزینسشه. این همین صحبتی که با آقای ترشیزی کردم، آقا مگه من به امیدوار نگفتم اگه کسی از کالیفرنیا میخواد بیاد من براشون اینجا فیلم برداری میکنم، نکشن بیارن فیلم بردار بیچاره رو، بعدم اینجا برای که پول ندن دوتاشون توی اتاق بخوابن، اون خورخور میکنه، اون بیدار بوده، اینا بیان قشنگ توی اتاق بگیرن بخوابن تو هتل، ما براشون فیلم برداری میکنیم میان خونه اینا. بله این کاری کردن آقای
زیا آتابای هم 600 دلار پول بنده رو بالا کشید. در همون برنامه‌ای که من از آقای رضا پهلوی سوال کردم آقا شما شاه هستی یا نه، خب 20 چند سال من ازت میپرسم، برید بنویسید تایپ کنید سوربی فاصله رضا پهلوی، سه بار من از این آقا سوال کردم تو شاه هستی یا نیست. یه بارش دوربین موبیل نبود چون داشتیم والیبال بازی می‌کردیم، روز 13 به در بود، هی همه داد زدن آقای رو پهلوی داره میاد، گفتیم رو پهلوی کیه، گفتن اینجا، من تازه از آلمان اومدم، گفتن اینجا به رضا پهلوی نمیگن ولیعهد، یا مسخرهش میکنن میگن نیم پهلوی یا میگن رب پهلوی. اینم از درصد ممنون و متشکرم. بله جناب سوربی، کامران قادری پشت مرز ایران رسیده، شما گفتید نرو ایران. خب اولا من کی گفتم نرو ایران؟ این چیزی که شما شنیدی آقای ترابی، گفتم آقا داری میری میخوای چه کار کنی؟ این کجاش فرق میکنه؟ شما میگی سوربی من میخوام بیام برم کاخ سفید، میگم میخوای بری چه کار کنی؟ میگم میخوام برم داخل، میگم آقا داخل راد نمیدن، داخل باید نوبت بگیری رو اینترنت، تاریخ بهت میدن بری. میگی نه میخوام برم جلوش عکس بگیرم، میگم جلوش هم نمیشه عکس بگیری، باید بیای اینور پشت نرده ها عکس بگیری. این کجاش معنیش اینه که شما نرو کاخ سفید؟ عزیز من آقای ترابی، دیگه به محمد و ابوالفضل و علی که اسم خودت قسمت نمیدم، تو رو به موسی، تو رو به عیسی مسیح یه کمی بیشتر فکر کن، کمتر بنویس، کمتر بگو. به قول این جالجودی میگه دو تا گوش داریم یه دهن، دو تا گوش برای که دو برابر بشنویم، وسطش هم بدیمش دست این مغز تحلیلش کنه. من کی گفتم نرو؟ میگم آقا تو اگر بحران میان سالی گرفتار شدی خب میخوای بری ایران چه کار؟ ولی اگه میخوای بری ایران جنبش بزن. ماشاءالله جنبش که داریم دیگه، الان جنبش فریاد سال 2020 آگست 24 خانم نازنین گفته بیاین بالای پشتیبون فریاد بزنید. ببخشید اون وقتا میگفتن طرف یه چیزی خورده اینجاش داد میزنه، فریاد بزنیم که چی؟ دوباره بگیم الله اکبر؟ من که نگفتم، بنده مأمور حکومت نظامی بودم. همین این باز جادجودی میگه، میگه وقتی میای توی دادگاه و از دولت میخوای کمکت کنه حقتو بگیری، تو نمیتونی با دست خون آلود بیای اونجا. اگه اون زدتت خونین و مالین شدی تو نمیتونی اونو بزنی، بعد خب تو اونو زدی اونم زدی بری دنبال کارتون، شما قانون رو دست خودتون گرفتی. آقا من اینو میگم، اگه من به این گفتم نرو ایران، من غلط کردم، اشتباه کردم. من به تو میگم علی جان، تو رو به خدا بلند شو برو همراه این ایران. اولین چیزی که خودت میگی چیه؟ میگی مگه من دیوانه هستم؟ نمیگی؟ آخه من نمیدونم شما چرا نشستید مجری تلویزیون یا برنامه گذار تلویزیون بهتون بگه جنبشتون چی باشه، دینتون چی باشه، تاریختون چی باشه، چه کار کنید. آقا تلویزیون برای وقت تلف کردنه. هیچ کدوم از شما اگر امروز کار داشتید پای تلویزیون نبودید، داشتید اون کار رو انجام میدادید. دوشنبه از شلوول تنبل، تو شیراز میگفتن شنبه گشادو، دیگه چیتون گشاده من نمیدونم، تو شیراز شنبه رو میگفتن شنبه گشادو، یعنی هیچ که حوصله کار نداره. البته قربونش برم شیرازی ها هر روز گشادو بود، ولی ماشاءالله همین شیرازی ها این اختراعات رو کردن، دنیا از دستشون به اصطلاح در خوبی و خوشی زندگی میکنه. چارلز منسون اگه یادتون باشه، بچه بودیم گفتن آقا یه هنرپیشه به نام خانم کی بود، شارون تیت. اولا اینجا تیت بگی به ممه و سینه میگن تیت، تیت شارون تیت بوده، ولی وقتی فارسی می نوشتن ما می گفتیم شارون تیت. یه خانم جوونی بیچاره ای بود که حامله بوده، اصلا بدون اینکه این منسون اینا رو بشناسه، فقط رفتن اونجا با یه گروهی که همه حی بودن و اینا، بالاخره اینا رو کشتن و قرار شد این اعدام بشه. بعد که قانون کالیفرنیا عوض شد و اعدام منع شد، به حبس ابد محکوم شد. 12 بارم فرجام نه، این چیه که میان میگن ما آدم خوبی شدیم تو زندان، میگن خب حالا آزاد، هر کی هم میاد بیرون معمولا دوباره، چون زندان کرکشن فسیلیتی نبوده، اینها را آدم بهتری نکرده، تو زندان اینا بدتر شده. مثلا این مرده که معمولی رفت زندان، اومد یه اکسی زد وسط پیشونیش، بعد یه مدت دیگه این اکس رو تبدیل کرد به صلیب شکسته ضد یهود. اصلا
یه آدم دیوانه، البته به قول اینا از broken house اینا، یعنی که این مادرش، خود مادرش خیلی جوان بوده، تینیجر بوده که این گیرش اومده، بعد اینو ول میکنه میره، باباشو نمیشناسه، تو خونه های فاستر هوم. خونه های فاستر هوم سیستمش خوبه رو کاغذ، ولی همشون کار نمیکنه. بزرگ شده، بعد میخواسته خواننده بشه، موفق نبوده، بعد میاد یه مشکی مثل خودش رو که از خونه هاشون فرار کردن اینها جمع میکنه. اینا هم دیدی که مثلا وقتی فیلمش نشون میده، میگی این منسون با یه دخترای خیلی خوشگل و جوان، بعد میگی این بله، برای که اون دخترم معتاده، این به خاطر اعتیاد هر کاری میخواد باهاش انجام میده. بعدم این منسون دوباره چون دوا موا میکشیده به اینا میگه اسم من نگاه کنید، من سان، یعنی من سان خدا هستم، یعنی پسر خدا هستم، همون چیزی که جیزس گفته، همون چیزی که این دوستان مسیحی میگن. از این ور میگن خدا، ضمناً قرار شده خدا رو ببریم دادگاه، چون خدا هم با حضرت مریم موقعی که زیر سن قانونی بوده گوجی گوجی کرده. فلسطین و اسرائیل و آمریکا، این داماد آقای ترامپ که 100 تا شغل داره، قرار شد یکی از کاراش این باشه که صلح توی بین فلسطین و اسرائیل بذاره. یادتونه توی یکی از صحبتاش گفت you will take care of it, you will do peace, you're a good man. این فکر کرده صلح فلسطین و اینم مثل سوار شدن مثلا رو دخترشی، گفته اوکی میتونی. مرده که خودش که الان دومش گیره زیر دادگاه اینجا، بعد از بس دروغ گفته، چیزایی که باید میفرستاده نفرستاده، منظورم هم کوشنر داماد اینه، بعد به زودی فکر کنم نزدیک به خودشم میرسن. فقط من نمیدونم چرا اینو زودتر انجام نمیدن که این قبل از یه سال بشه بره بیرون، چون ژانویه 20 یعنی 20 ژانویه یا 20 عباس شیرمحمدی اشتباه نوشته این رئیس جمهور شده. در هر صورت فلسطین و اسرائیل الان توی یک جای خیلی بدی قرار گرفتن که آمریکا میگه اگر فلسطین نیاد توی چیزای سور شرکت کنه، ما اصلا رابطمون قطع میکنیم. فلسطین هم گفت اگه شما دفتر ما رو اینجا بسین، ما تمام چیزها رو قطع میکنیم. از اون طرف اسرائیل فوری گفت که ما روابطتون با آمریکا بهتر و بهتر میکنیم. دلیلش اینی که داره دروغ میگه، میگه برای که سفارت آمریکا رو ببریم نمیدونم توی اورشلیم، اگه اشتباه نکنم، اگه ببرن تو اورشلیم، یعنی عملاً آمریکا قبول کرده که اورشلیم فقط مال اسرائیله. دوستان، اونایی که طرفدار اسرائیل هستن، یه نگاه کنید نقشه اسرائیل رو برای من بفرستید. اسرائیل کشوریه که مرزاش بازه. اون روز چند نفر اومده بودن عکسایی رو گذاشتن از این کلیمیای نیویورک، بعد نشوندن که ببینید احمدی نژاد دوست کلیمیان. گفتم بابا این کلیمیا اولا تو ایران و حقوق بگیر احمدی نژاد نیستن، تو نیویورکن. من و محمد علی اینا باهاشون مصاحبه کردیم و اینا فلسفهشون اینه که میگن خدا به ما گفت که شما قومی هستید که باید سرگردان باشید. قوم سرگردان این کلیمیا هستن، همون ماجرای 40 سال هم دور خودشون گشتن تو صحرای سینا و کوه فلان، اینا همینا هست. ولی اینا اومدن عوضش کردن، میگن ما قوم برگزیده هستیم و فقط به هیچ جای ما داره و به خاطر همینم با هیچ که ازدواج نمیکنن، میگن نکنه فلانی هم بیاد توی بهشت، بهشت مال اینا. مسیحیان میگن شما مسیحی نباشی جیزس دم در راهتون نمیده. از همه احمق‌تر این پاپ فورت فرانسیس مرده که وقتی که داشت کلیسا به قول شیرازی ها میرون بید پایین، این یه دفعه پیدا شد و اومد گفت که گیا اوکی هن، این اوکیه، من این چیزای طلایی رو نمیخوام، این عصای فلان رو نمیخوام اینا. مردم احمق هم رفتن دنبالش، گفتن دیدید ما بهتون گفتیم کلیسا خوبه؟ کلیسایی که میاد میگه اگر شما کمک کنید به دیگران گذرنامه بهشت رو گرفتید، ولی خودش چند هفته پیش گفته بهشت و جهنمی نیست، همینجا خوب باشید. این مرتیکه پدر سوخته بزرگترین بانک جهانی رو داره. برید توی گوگل تایپ کنید God Bank، یعنی بانک خدا. ببینید اینا از زمانی که جنگ بوده طلاهای کشورها رو دزدیدن، طلاهای جودا رو دزدیدن، کلیمیا رو دزدیدن، همه رو جمع کردن. اون وقت واتیکان یه شهری برای خودش درست کرده با چه سیستمی و اینها، بعد یه عده میرن اونجا. خبر بعد، آیسیس گفته ما در این ایام کریسمس و سال نو مسیحی و اینها میخواییم به واتیکان حمله کنیم.
پدر سوخته آیسیس، این همه مسلمون کشتی اون وقت. حالا اگر واقعا، اگر واقعا تو مسلمونی و میخوای اون مهاجرای جنگای صلیبی رو با اینا دوباره شروع کنی، خب از همون اول میرفتی اونجا، چرا مردم بیچاره نمیدونم یزیدی و اینا رو کشتی؟ چرا اون بچه های مدرسه رو بردی تو بازار، بازار دخترها فروختی؟ 200 تا بچه مدرسه رو ورداشت برد. خب آقای عزیز، ایشون پرید رفت. بله، تو کی هستی که درباره مسیح نظر میدی؟ من پسر خدا هستم. این آقای منصور صیادی. ای شیطان، من شیطان هستم. برو تنهایم بخوابت. دوستم بخونید رو فیسبوک، خیلی خنده داره. حالا که گفت بذار یه چی بهتون نشون بدم. ببینید این مسیحیایی که مثلا ببین اسمش منصوره، حالا مسیحی شده برای پناهندگی، اینا به اینا میگن born again Christian. born again کسایی هم مثل جورج بوش که افتا عرق خورده، مواد کشیده، بعد که حالا دوتا دختر گیرش اومده و اینا، دیگه گفته آقا دیگه بسه، رفته مسیحی شده. یه هم زنش از بس زنه زد تو سرش آدم باشه، رفته مسیحی شده. اونا born again. دوستان مثل ما که میرن یه کمی زیر سوالن که آیا این دوست من به خاطر مسیحیت و به خاطر امکانات که بهش میدن مسیحی شده، یا واقعا بماند، یا به خاطر پناهندگی اینا. ولی نگاه کنید اینجا، اینایی که حرف از خدا میزنن، این عکس رو نگاه کنید، قبلا هم روی فیسبوک گذاشتم. خودتون برید بعدن فکر کنید. من اینایی که میمدن اول وقتا با یه تیپا مینداختم بیرون، بعد بگم نه آقا بز اینا باشن، اینا نباشن ما به کی بخندیم؟ صبر کنید. این آقای منصور که فکر میکنه من شیطانم، و درستم فکر کردی من شیطانم، از امروز مواظب خودت باش. اینجا چی میگن؟ بوگی من به لولو. خدا ابتدا آدم و حوا را از بهشت اخراج میکند، سپس 124,000 پیغمبر میفرستد که به زور همه را برگردونه به بهشت. حالا شما امروز الان دیگه دیروز رفتی کلیسا، اون چیزم گذاشتن تو دهنت، فعلا نمیتونی. تا هفته دیگه یه شنبه که میخوای بری کلیسا، بشین فکر کن ببین این چه خداییه که زورش به یه شیطون نمیرسه. خدای شما از شیطون ضعیفتره احمق، خدای شما از شیطون ضعیفتره. اگر خدا از شیطون ضعیفتره، حاجی مرد، قصه خلاص دیگه. داستان این که خدا نمیدونم همه چیزو خلق کرد و اینا میره زیر سوال. بله، این ماجرای خدا شامیهن چگونه تبدیل شد به خدا قرآن خمینی، و اون شهردار کاراکاس هم مال ونزوئلا فرار کرد، حصر خانگی بوده، چجوری در رفته بماند. اون چارلز منسون هم امروز در سن 83 سالگی به مرگ طبیعی فوت شد. ماجرای پلیسایی که تو آمریکا وقتی یه نفر رو میگیرن، خودشون مواد میذارن تو ماشین طرف، عکس میگیرن میبرن دادگاه، پولای اون طرف رو میدوزن میبرن. اینها گویا چند تاشون فعلا اسیر شدن. لیبی و تونس، چرا تونس ما نتونستیم؟ شکر خدا که نتونستیم، چون اگه شده بودیم لابد الان یه جای ایران بازار برده فروشی بود. و اما یک چیزی که شما یادتون باشه درباره پرزیدنت، میگن پرزیدنت کام اند گو، یعنی این پرزیدنت ها میان و میرن مثل چرک دستن، ولی پالیسی استیز. این رو آقای اسنودن یه مصاحبه کرده، خیلی عالیه. اصلا این اسنودن وقتی صحبت میکنه، اسنودن اون جوونیه که این مردک اوباما باید میبخشیدش و انداختش حالا دست ترامپ. نگرانی اینجاست که ممکنه پوتین این رو تحویل بده به ترامپ برای به اصطلاح چی میگن، نمیدونم خوش چی بازی کردن، چی بهش میگن. خیلی بد شده ها، نه فارسیمون دیگه پیشرفت کرده نه این. و اما ویدیوی سنی شیعه که این آقای رامبد جوان گند زد به آخونده، داره مصاحبه میکنه، بعد به طرف میگه حالا شما کجا هستین؟ میگه توی دهکده هستین. میگه اونجا سنی ها هستن. میگه حالا سلام منو برسون. بعد میگه بابا به مردمی که الان دارن با من مصاحبه میکنن بگو که برای ما شیعه و سنی فرق نمیکنه. آخونده یکم اولا اینجوری میکنه، بعد به اونا میگه بگم، میگن بگو. بعد که میگه، یه دفعه یه نفر از همون سنی ها میگه آقا والا ما به التماس دیشب از این برادران پاسدار 17 تا پتو گرفتیم. واقعا خجالت آوره به دو دلیل. اولا چرا
چرا یک مجری که دیدم این برنامه های خنددار و خندوانه و اینا میذاره، یه دفعه حالا شده گزارشگر تلویزیون، بعدم با تلفنش. میدونید شما با تلفنتون این روزا میتونید برید توی هتلی اینجوری بزنید و برنامه بذارید و از این حال احوال. در هر صورت این یکی از چیزایی که میگن مملکت خر تو خر، مملکت شیر تو شیر، بعضیا میگن مملکتی که سگ که خر صاحبش رو نمیشناسه یا سگ صاحبش رو نمیشناسه، که یعنی میره میگیرتش به اصطلاح برای این. و اما ویدیوی بنیاد شهید، اگر شما هم مایل هستید، آها یه ویدیوی دو روزه دارم نشون میدم مال بنیاد شهید، اگر شما هم مایل هستید که این گونه ویدیوها پخش بشه، تلویزیون مردم رو حمایت کنید، حمایت از شما، پخش از تلویزیون مردم. با آقای سهراب چمنارا بودیم، آقای سهراب چمنارا میگه اتفاقا خوبه و زیر دریایی آرژانتینی با 44 نفر به اصطلاح گم شده. هم موقع داشتم فکر میکردم که این زیردریای 1983 ساخت آلمانه، حالا آرژانتین خریده، قرار بوده از اینجای آرژانتین برن زیر آب اونجا بیان بیرون. گفتم نگاه کن بشر به جایی که آزادی نمیدونم مرزا رو از بین ببرن بیشتر و بهتر بشه، حالا دیگه رفتن خودشونو میبرن زیر آب که اون نبینتش. اونم یه دستگاهی میسازه که زیر دریایی رو زیر آب ببینه، اون یکی یه دستگاهی میسازه که وقتی من میرم، واقعا یه مشت نادان و احمق افتادیم به جون هم، منم از همتون احمق‌تر. و اما خب این منصور رو بندازیم بیرون یا نندازیم بیرون؟ دوستان منصور هر وقت خاصی بیا درباره مسیح صحبت کن، شما که نباید عصبانی بشی. حضرت مسیح گفت اگر صورتت رو سربی یه چک زد، این گوش اینوریت هم بیار تا یه چک دیگه. من چون چک نمیزنم معمولا تیپا میزنم دم کونت، هر وقت زدم قنبال اونوریت هم بیار تا یه تیپا دیگه بهت بزنم. اگه بسد نیست، کمت بود، با علی ترابی مشورت کنید، یه روز بیاین مهمون من باشید. احمق میگه تو کی هستی که درباره مسیح نظر میدی؟ من سربی هستم، اینقدر وجود دارم، اینقدر نترس هستم، اینقدر شجاع هستم که 20 سال نشستم توی این قطعی شیشه ای. حالا تا اگه جرعت داری الان یه چیزی وردار بزن تو این شیشه بشکن، بزن کامپیوتر تو بشکن، بزن تلویزیون تو بشکن، ببینن تو کی هستی. من خودم هستم، تو کی هستی؟ نه عکس داری، نه ولش کن، بی شعوره. به کی هستی خانم ماندیه امانزاده؟ بی شعور آقای منصور صیادیه یا من؟ اگه به منصور صیادی هستی عزیزم، به اونم توهین نکن. اگه به من هستی، من خیلی خوشحالم که من بی شعور، شما با شعورا رو اینجا نمیخوام بگم انگشت به فلان، انگشت به دهن دو ساعت نگه داشتم، بیش از این منتظرتون نمیذارم. انگشتاتون از دهنتون در بیاریم، ماجراش میدونید؟ اون گارسونی که انگشتش تو سوپ طرف بود، طرف گفت آقا این انگشتو کردی تو سوپ، این چیه؟ گفت این انگشتم شکسته، دکتر گفته گرم نگهش دار. گفت خب آخه وقتی سوپ میاری انگشتت تو سوپه، وقتی داری میری آشپزخونه چی کار میکنی؟ گفت انگشتمو میکنم اونجا. حالا شما هم انگشتونو هر جاتون که هست در بیارید، روز خوبی داشته باشید. چهارشنبه با شما خواهم بود، چهارشنبه به احتمال خیلی زیاد با آقای کوروش سلیمانی هستیم و ایشون مهمانهایی رو هم دعوت میکنه به عنوان مهمان سورپرایز. فکر کنم برنامه خوبی بشه. چهارشنبه 4 بعد از ظهر با یک همشهری که تو کارهای وکالت و حسابداری و اینها هست از نیویورک، قرار ساعت 3 چهارشنبه صحبت کنم، ولی بهش گفته بودم که به من کانفرمیشن بفرست. یعنی کانفرم یعنی چی میگم؟ ما اصلا تو ایرانی داریم همین چیزی رو، تاییدش کنیم. مثلا من بعد میگم آقا 3 بعد از ظهر میای، شما میگی بله 3 بعد از ظهر میام. اینم از این ماجرا بهتون گفتم، یه بار به طرف گفتم پس فردا هم دیگه رو میبینیم، بعد نیومد. گفتم چی شد؟ گفت خودت گفتی پس فردا. گفتم بابا بنابراین فردا هم دیگه رو میبینیم. حالا این کانفرم هنوز نکرده. در صورت برنامه تلویزیون مردم همینه که وقتی میای اینجا 100 تا موضوع رو ما میگیم و شما هم میتونید درباره 100 تا موضوع صحبت کنید. ولی دلم نمیاد بدونی که اینو بهتون نشون بدم شما رو بذارم و برم. میدونید من حدود 14,000 نفر روی دوتا فیسبوکم دارم. حالا ممکنه بعضی هاتون رو فیسبوک شخصی من باشین، رو فیسبوک بیزینس هم باشین، ولی خودتون قضاوت کنید دوستان. نگاه کنید ما ایرانی هستیم،
به قول اون دوستمون توی برنامه عقل 29 هی پوز میدیم ما چنین ما چنان، بابامون کوروش بوده، نمیدونم برادر مادرمون فردوسی بوده، جالب اینه که فردوسی از کوروش بیخبر بوده، همه اینا. ولی نگاه کنید، من براتون اینجا میخونم، نمیدونم میبینید یا نه. از اینجا شروع شده روز چهارشنبه. سلام جناب پارسا، خیلی خوشحال میشم شماره تماس با شما را داشته باشم. در کانادا هستم، از نظر زمانبندی ساعت متشکرم. نمیگه کجای کانادا هست. این دوست ما نمیدونه این ور کانادا با اون ورش چند ساعت فرق میکنه. میدونید این ور آمریکا با اون ور آمریکا 6 ساعت فرق میکنه. برای اونایی که الان فوری داد میزنن میگن سربی بی سواده، عزیز من تا هاوایی 6 ساعت، از اینجا تا هاوایی 6 ساعت تفاوت داره. من براش نوشتم که چون گفته تو کانادا هستم، Please call this number, leave a message, let me know what can I do for you. شما لطف کنید به این شماره تلفن زنگ بزنید، به من بگید من چه کار میتونم براتون انجام بدم. حقیقتا یعنی شما با من چی کار دارید؟ متشکرم جناب پارسا، مشکلی نیست، فقط مایل با صحبت با شما مهربان بودم. شاید مسائلی باشد که در برنامه شما مفید قرار بگیرد. مهر زمان که وقت داشتی، هر زمان، این شده مهر، یه امم اضافه شده، هر زمان که وقت داشتید بفرمایید من تماس خواهم گرفت. یعنی اصلا نوشته من اون وقتا ببخشید میگه خورد به دیوار برگشت، بعضی هم میگن خورد به فلانش برگشت، اصلا مهم نیست. دوباره نوشتم sorry، متاسفم، I am very busy and cannot talk with 14,000 friends. من خیلی مشغولم، نمیتونم با 14,000 نفر صحبت کنم. First call and leave a message، اول تماس بگیر، پیام بذار، بگو چی کار داری. Then we set a time to talk with each other، بعد از اون ما وقت میذاریم با هم صحبت میکنیم، مثل آدم های قرن 21. I am the only one here. میگم اینجا من تنها کسی هستم که مسیج رو میگیرم، نگرانش نباش. نوشته متشکرم. خب حالا این جواب اوناش. من نوشتم you are welcome. بعد اومدم نوشتم آقا چی شد، قرار بود زنگ بزنی. حالا این جوابش جالب تره. سلام جناب پارسا، حقیقتا نخواستم مزاحم بشوم. چقدر جالبه وقتی ما تعارف میکنیم، یعنی ایشون میخواسته مزاحم من بشه، حالا چون داره حقیقت رو میگه، میگه من حقیقتا نخواستم مزاحمت بشم. خب آقا اگه مزاحمی از همون اول مزاحم نشو، این تعارفا رو بذارید کنار، یک کمی عاقلانه تر. اصلا اینو نشون میدم هیچ پیدا نمیشه. این شماره من است، دوست داشتی با من تمام، با شما کاری ندارم. شماره اروپا رو دادی، شما اولا کسی که رو فیسبوک عکس و اینا نمیذاره، من چه کار دارم با شما؟ شما یه آدم مفتخوری هستی، اومدی برنامه منه، داری مفتی نگاه میکنی، داری از جیزس که ندیدی نمیشناسی طرفداری میکنی، تازه طرفدار خوبی هم نیستی. دوستان این آقای منصور شمارش نوشته، هر کدوم از شما هم مثل این عقب افتاده هستید، فعلا تو قرن 21. ببین من دوستم، بهترین دوست حالا نمیگم، ولی دوست خودم آقای علی ترابی دنبال دین و مذهبه، من میگم آقا اینا عقب افتاده هستن، شما اگه می‌خواستی دینت عوض کنی حداقل میمدی جلو دیگه، میشدی آقا دین و مذهب چی، میشدی آدم خوب. حالا فقط یه شنبه باید بریم زانو بزنیم، پامونو بزنیم رو اون چوب، و این آقای چیزم که رفته دستشویی دست شسته، حالا معلوم نیست دست شسته یا نشسته، بیاد اون شیرینی رو برداره بذاره تو دهنت. بله ماندی میگه من دوستتون دارم چون واقعیت ها رو میگی و خیلی هم خاکی موندید. ممنونم، مرسی. بذار حالا عکس این خانم ماندی هم نشون بدم، ببینید عکسش گذاشته، اسمش گذاشته، مثل یک آدم، مثل یک بانوی گرامی ما هم نشون میدیم. حالا برمیگردیم عکس اون آقا رو که شاخشونه کشیده از سوئد، حالا چون میخواد پناهنده بشه رفته عیسی و موسی، حالا میخواد برای منم بیاد. برو آقا بفهم. خانم ماندی عزیز، احتمالاً ماندانا اسمته، از نمیدونم میشه ببوسمت، پیشونیتو میتونم ببوسم، دستتو میتونم ببوسم، از اینجا روی ماهتو میبوسم، ماشاءالله. اینم حالا یا دخترتونه یا عروستونه، انشاءالله زنده باشه و در کنار هم شاد باشید. خیلی ممنون، متشکرم که فوری هم جواب دادید. حالا بریم سراغ اون یکی نادان. ببینید تفاوت آدم‌ها، اصلا فیسبوک با شما صحبت میکنه. نگاه کنید این منصور صیادی، نگاه کن، خداوند به من پسران بسیاری داد. این که اول التواریخ نوشته، وایسا بخندیم به خدا، اصلا من بی خود میرم برنامه تهیه میکنم.
این دوستان بهتون گفتم من اینا رو مینداختم بیرون، بعد گفتم آقا دیوونه اینا رو بنداز بیرون، کیو مسخره کنی؟ دوستان وقتی میخوایم بگین نگین آقا حالا شما بری ما کی رو فلان کنیم. گفتم بهتون یه دفعه آقای فواد پاشایی گفت این آقای رضا پهلوی نمیدونه کی رو کجا بذاره. گفتم خب برو یادش بده کیو چه کسی را کجا بذاره. در هر صورت ببینید دوستان، این آقای منصور صیادی، ایشون اولین مسیحیه که اسمش منصوره. داریم دیگه، ما کشیش رضا داریم، کشیش حسین داریم، اینم منصور صیادی. بعد ببینید چی نوشته. نوشته خداوند به من پسران بسیاری داد و از میان ایشان سلیمان را برگزید. من نمیدونم این کیه، از قول کیه. درست چرا من برای این تبلیغ مجانی کنم؟ ببین منصور اگه خواستی میتونید بیاین از تلویزیون مردم استفاده کنید، به اصطلاح کلیساتون رو پخش کنید. داشتیم قبلا مسیحی اینجا داشتیم، کلیمی داشتیم، بهایی داشتیم، بیدین داشتیم، انسان شریف داشتیم، آدم خوب داشتیم، خانم ماندی داشتیم. ممنون و متشکرم دوستان عزیز. این بوس برای شما، از این شیشه ها هم میگذره به دستتون، به پیشانیتون، به قلبتون، به هر جا که بگید. ولی اونایی که واقعا فکر میکنن این برنامه ها بده، همین الان یه چیز سنگین پرت کنید تو کامپیوترتون، پرت کنید توی تلویزیونتون، ببینم چی کار میکنیم. روز و روزگارتون خوش، با امید دیدارتون چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. مرسی که با من بودی. سربی با مردم، تلویزیون مردم، آمریکا، از مردم، با مردم، برای مردم، حمایت فراموش نشه. مرسی مرسی مرسی.